ای که بر کعبه کنی رو به خدا از ره دور، روی بر کعبه دل کن، به خدا او اینجاست. به کجا می روی ای گم شده ی راه مراد؟ آن خدایی که تو جوییش زهر سو اینجاست. باش هوشیار و مباش غافل از این دل، که تو را رهبر نیک و بد و دوزخ و مینا اینجاست. به نام خدا، با عرض سلام خدمت سروران عزیزم. جان یک عاملی است جاودانه، دائمی است، نیروی محرکه، من متحرک، نیروی حیات، نیروی محرکه، مرکبه. پشت این قضیه ما دو تا نیروی محرکه میخواییم. یه نیروی محرکه اینه که این کالبد رو داره حرکت میده، خب نیاز داره غذا بخوره، نیاز داره چیزایی رو بگیره، چاکراها باید کارایی بکنن، نمیدونم، و نیروی حیات باید در این جاری باشه. اما یک بخش ما که دیگه متحرکه، خودش از اونجا اومده، این مرکب رو سوار شده، اون من متحرکه، اینه که داره با شما صحبت میکنه. پشت این کیه؟ کی خوابیده پشت این قضیه؟ اون هم نیروی محرکه میخواد، اون جان. نفس قابلیت رانندگی است، از این ور از اون ور، خب نمیدونم، به اصطلاح خود، در واقع به عبارت دیگه، اونه که نفس رو داره تکون میده، اون هم خودش یه ماجرایی داره. اون جان رو، اون به اصطلاح من متحرکه، متحرک بودنش رو از کجا داره؟ از جان داره. ما الان به اصطلاح یه صحبتی که میشه در بحث‌های عامیانه، فکر میکنیم که در واقع جان، یکی مرگ تمام شد، جانش گرفته شده، جانش انتقال پیدا کرده، ولی اینه که باقی مونده دیگه نیرو محرکه لازم نداره. یعنی تا یه نیرو محرکه تا اینجا لازم داشت، از حالا به بعد دیگه لازم چیه؟ لازم نداره دیگه. دیگه آتپه بی آتپه، دیگه نمیدونم چاکرا بی چاکرا، دیگه نمیدونم، اینجا منقطع میشه. ولی اون جان ابدی است، جاودانه است، جزء بخشی است که انا لله است، جزء بخشی است که از اونجا آوردیم و پشت ماجرای وجود ما رو پر کرده. آنچه معشوق است صورت نیست آن، خواه عشق این جهان و خواه عشق آن جهان. آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چرا پس هشته ای؟ صورتش بر جاست، این زشتی ز چیست؟ عاشقا وابین که معشوق تو چیست؟ تو عاشق صورت نیستی، تو عاشق جان هستی، تو اون عاشق من متحرکه هستی، نه این صورت. فکر میکنی که عاشق صورتی. خب علتش هم اینه که وقتی که جان ترک میکنه، میره نقل انتقال میده به یک مرکب دیگه، چرا پس اینقدر وحشتناک میشه؟ چرا ازش فرار میکنی؟ این همونه، پس چرا دیگه نمیتونی عاشقش باشی؟ پس در واقع و در اصل ما به اون بحث عشق، ارتباط منهای متحرکه، ما اونو در قالب منهای زمینی در واقع مشاهده میکنیم. یعنی پشت ماجرا، ما معشوق اصلی ما چیز دیگه ایه، ما در واقع دنبال یک ماجرای دیگه هستیم، اونو در ظاهر دنبال میکنیم. چون اون واقعیت قضیه، حقیقت قضیه رو نمیدونیم، در واقع اونو در قالب ظاهر میگردیم پیداش کنیم، در حالی که ما عاشق جان شدیم، عاشق ماجرایی پشت این قضیه، جان جانان و یک بخش اشتراکی، ما اونو پیدا کردیم، یه دفعه از خود بی خود شدیم و ارتباطی به صورت نداشت و نداره. آنچه معشوق است صورت نیست آن، خواه عشق این جهان و خواه عشق آن جهان. آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چرا پس هشته ای؟ یعنی بلش کردی، صورتش بر جاست،
این زشتی ز چیست؟ عاشقا بابین که معشوق تو چیست؟ نگاه کن ببین عاشق چی شدی؟ فکر نکن که عاشق صورت شدی و پشت این ماجرا ماجرای دیگری خوابیده که ما متوجه نشدیم که این منهای متحرک ما کی یه دفعه به هم گره خوردن. میدونید؟ یعنی در واقع ما اون منهای متحرک هم دیگر رو پیدا کردن. این بحث ها کمک میکنه که این گوشه ها باز بشه. یعنی واقعا ما فرق جان و نیروی حیات رو لازم بوده بدونیم. یه مسائلی هست که ما در ارتباطاتی که قرار میگیریم، مثل اون ارتباط گستردگی، مثل این چیزا، این آگاهیاش باید برای ما بیاد. یعنی ما باید یه جورایی به این قضیه نزدیک بشیم، مخصوصا یه ارتباطی داریم تو این دوره که اون ارتباط خیلی از این قضایا رو برامون چیکار بکنه، بازش بکنه. بنابراین صرفا اینا رو موضوعاتی است که با هم میتونیم بررسیش بکنیم، ازش استفاده بکنیم، صرفا موضوعات اطلاعاتی ما رو تکمیل بکنه. در مسئله نفس بخش های متعددی قرار دارن. یک بخشش من عقلانی است. البته ما اونها رو اینجا مورد بررسی قرار میدیم که طی این زندگیمون الان باید سر و کار داریم. من عقلانی و من عشقانی که بحث کیفی وجود و بحث کمی وجود رو دنبال میکنن. و بعد یه سری چیزایی مثلا روح. روح بخش هادیه که در هر زندگی ما، هر بار زندگی میکنیم، این نقش هادی داره، میخواد ما رو از اون مرتبه به مرتبه بالاتر بکشونه. پس وقتی میگیم روح، یعنی اونجایی که میگه و یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، این روح راجب این روح صحبت میکنه. این روح یه بخش هادی داریم به سمت بالا، شرح وظیفه ما رو به مراتب بالاتر، راهکارها در هر مرحله از زندگی به ما چیکار میکنه، در واقع نشون میده. مثلا در این برهه از زندگی یکی از کارهایی که میکنه چیه؟ به ما احساس گم کردن یه چیزی رو داده. خب هر کدوممون احساس میکنیم یه چیزی رو گم کردیم. اگر این احساس رو نداشتیم چی میشد؟ اولین چیزی که پیدا میکردیم دیگه ارضا شده بودیم، دیگه تا ابد ارضا بودیم و دیگه دنبال هیچ چیز دیگه ای نمیگشتیم. اما الان هر چیزی تاریخ مصرف پیدا کرده، خوشبختانه تاریخ انقضا پیدا کرده. چرا؟ چون باعث میشه که اون خود کمال منتفی نشه. هر مسئله زمینی، هر پدیده زمینی چیه؟ میاد و دوران خودشو به سر میکنه و ما قفل نمیشیم رو زمین، وگرنه قفل میشدیم برای همیشه روی زمین، ما قفل میشدیم. و این پدیده در واقع هدایتی که روح روی ما انجام میده در جهت کماله. خب این مسئله در جهت کمال هست یا نیست؟ بله، این مسئله در جهت کمال هست و نمیگذاره که ما قفل بشیم. اما مسائلی که ابعاد غیر زمینی داره، خب مسائلش چیه؟ مسائلش فرق میکنه و اونها رو تقویت میکنه، ولی این طرف قضیه اونو که زمینیه چیکارش میکنه؟ تاریخ مصرف میذاره، تاریخ انقضا میذاره. بحث همزاد آسیستانه. به همون طوری که گفتیم اصلا بدون همزاد مسئله جور در نمیاد، چون بخشی میمونه که لاینحله. یک بخشی هست که هیچ سیستمی در اون مداخله نخواهد کرد و باید وکلای مدافع ما با هم حل بکنن. و لذا به اصطلاح باید حکمت الهی، همونطوری که توضیح دادیم، حکمت الهی و عدالت الهی، اینها چی بشه؟
در اون حل و فصل بشه که اگر نبود حکمت الهی چجوری مواد جاری میشد؟ مواد یه راه دیگه جاری میشد. اما الان حکمت الهی به طرق خاصی، به شیوه خاصی چی میشه؟ جاری میشه. این سر راه اون ثبت میشه، اون سر راه این ثبت میشه، این کارو میکنه، اون کارو میکنه و خود افراد خودشون میگن خدا وسیله سازه. درسته؟ چجوری وسیله رو میسازه؟ طبق چه معیاری، طبق چه فاکتوری، چگونه این وسیله ساخته میشه؟ دیمی نیست که مثلا به صورت دیمی الان بگه که خب اینو بذارم سر راه اون، اونو بذارم سر راه این، اینو اینجوریش کنم، اونو اینجوریش کنم. اینطوری که نیست که. این اتفاقات قانونمند میفته، همزاد قانونمند داره حکمت الهی رو جاری میکنه. خب همزاد داره رأساً کاری رو میکنه که براش برنامه ریزی شده و داره اونو دنبال میکنه و با دقت هم به اصطلاح دنبال میشه و میبینیم که انجام میشه. بنابراین یه جایی که میگیم که هوشمندی قانون، این قانون ممکنه در اون لحظه ما متوجه نشیم و اصولا باید بدونیم که خود عدالت باید قانونمند باشه. خود عدالت، خود حکمت هم باید قانونمند طبیعتاً باشه. دیمی و دل بخواهی نیست. هر چیزی که فعال میشه اون فعال شدنش هم تابع قانونه، تابع اصوله. فرض کنیم اصلا این آمد و رفت ما بازی باشه، خب بازیه، اما هر بازی قاعده و قانون داره. بازی بدون قانون سراغ داریم؟ اگه اصلا بازی قانون نداشته باشه که دوباره بازی نمیشه که. بنابراین یکی از اون مسائلی که تضاد ما رو با خدا حل میکنه، یعنی کمک میکنه به حل شدنش، کشف همین قوانین جاریه. چرا؟ چون ما متوجه میشیم که این بحث تمام قضایایی که پیش اومده یا پیش میاد، من قانونمند طی بازی میرم جلو به اون میرسم. خب پس محصل چیه؟ برمیگرده به وجود من، برمیگرده اگر زشت و اگر زیبا، هرچی بر ما رسد از ماست، چه زیبا و چه زشت، خوب و بد را ولد و والد و زاو اینجا. بنابراین اینجا ما الان درگیری انفرادی با خدا داریم، یعنی همش میگیم خدا چرا اینجوری، خدا چرا اونجوری، خدا چرا اینجوری، خدا چرا اونجوری. اما وقتی که کشف قانون کردیم دیگه با خدا چیزی نداریم، این درگیری ها رو نخواهیم داشت. میگیم خب دو دوتا چهار تا من اینجوری کردم، محصل شده این. حالا اگه خوب بوده یه باریکلا به خودم میگم، اگرم بد بوده میگم خب ازم که نیدارم دندم نرم و چشمم کور و از اینجور چیز حرفای میزن که خب درسته در واقع. بنابراین درگیری ما با خدا در خودشناسی چی میشه؟ حل و فصل میشه. خودشناسی وقتی میایم میبینیم که همون شناخت هستیه، همون شناخت قوانین حاکمه و ما اون قوانین رو که میشناسیم درگیریمون هم به خاتمه میرسه. جانم جانم محل مکان نفس در کجاست؟ در کارهای ذهنی. ببینید اینجا خود اون بحث این من متحرکه، اون ساختاری که شما فکر بکنید اون ساختار نیست، یک ساختاری است که میتونه ابتدا و انتها رو طی بکنه. یعنی انا لله، یعنی یک ساختاری داره که در تمام مقاطع میتونه وجود داشته باشه، ولی کاربرد ذهنی فقط توی این مقطع بوده، حالا جز مقاطع قبلیمون هم بوده. خب و تو زندگی بعد هم هست، اما تو زندگی بعد دیگه اینجا کارش خاتمه پیدا میکنه، دیگه کاربرد ذهنی میمیره، چیزی ازش باقی نمیمونه. ولی این نفس اون ساختار رو که داره ساختاریست که قادر از ابتدا تا انتها چیکار کنه؟ ما رو همراهی کنه. مثلا شما ببینید یک راکتی رو میفرستم فضا،
این راکت میخواد بره روی یک سیاره بشینه بیاد برگرده بیاد. حالا روی کره ماهش که خب روی کره ماه در واقع این تجربه هست، روی جای دیگه فرق نمیکنه. این مراحل مختلفی داره. یک مرحله از این به اصطلاح بخشی رو از جو خارج میکنه، میره یک بخشش اینو میشونه روی اون سیاره، بعد دوباره یک بخشش اینو از اون سیاره بلند میکنه و بعد وقتی که میاد به اصطلاح در انتها میخواد برسه، یک بخش سپر حرارتی و نمیدونم ممکنه برای سرماتی ببینه، خلاصه آخرش یک کپسولش دوباره برمیگره زمین. یعنی یه عظمتی رفته هوا، آخر قضیه چی اومده؟ یک بخش مرکزی که اونها تازه از اون اتاقک خودشون انتقال پیدا کردن به توی این یک فضای بسیار کوچک و محدودی، که این کپسول با حفاظتی که داشته و چتر حرارتی و این صحبت ها بقیه نداشته، بقیه قسمت ها رها شده. این کپسوله شاید مثلا فرض کنید یه همچین کپسولی، یه همچین اندازه، یه عظمتی رفته هوا، یه کپسول کوچیک برگشته و یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، حالا هر چی، این کپسوله اونا رو برگردونده زمین. پس یک بخش مثلا داشته که جز بخش ثابت این مجموعه است، درسته؟ حالا این نفس، این من متحرک به اصطلاح یک بخشی است که همواره رانندگی رو به عهده داشته تا انتها و قراره یه روزی هم سوار بشه به اون مرکز اصلیه که گفتیم من ثابت، سوار اون بشه، حالا اونو برونه، از امکانات اون استفاده بکنه، نمیدونم یه تجربه خاص و خارق العاده ای رو تجربه بکنه. خب پس یک بخشی رو هست که انا لله، یک بخش ثابتی ما داریم که از بالا تا انتها ما را همراهی خواهد کرد و بعد از اینه که از اینجا به اون سمت دیگه کار تموم شده، هیچ کدوم از اجزایی که در این مجموعه پایین بودن تو مجموعه بالا جایی ندارن. یک بخش ثابتی ما داریم که از بالا تا انتها ما را همراهی خواهد کرد و بعد از اینه که از اینجا به اون سمت دیگه کار تموم شده، هیچ کدوم از اجزایی که در این مجموعه پایین بودن تو مجموعه بالا جایی ندارن. شما شنیدید که از یک جای به بعد دیگه جبرائیل نمیتونه همراهی بکنه. یادتونه که گفتیم ما به اصطلاح یک بخش خلقت خاص داریم، یک خلقت عام داریم. خلقت عامش روح القدس بود، درسته؟ روح القدس تا کجا با ماست؟ از اونجا به بعد، از اینجا به بعد جا میمونه، چون بعد از اونه که این دوتا بخش با هم قاطی شدن، ادغام شدن، من ثابت و متحرک، دیگه از حالا به بعد این بخشی رو که این نام روش گذاشتیم، مثل شبکه شعور کیانی، مثل نمیدونم جبرائیل، مثل نمیدونم چی، دیگه نقشی نداره، پایان مأموریتشه. روح القدس از اینجا به بعد جا میمونه، چون بعد از اونه که این دوتا بخش با هم قاطی شدن، ادغام شدن، من ثابت و متحرک، دیگه از حالا به بعد این بخشی رو که این نام روش گذاشتیم، مثل شبکه شعور کیانی، مثل نمیدونم جبرائیل، مثل نمیدونم چی، دیگه نقشی نداره، پایان مأموریتشه. اینجا به بعد دیگه نقشی نداره. ما از اینجا که اومدیم بیرون، دیگه سوار شدیم، سوار کار شدیم، دیگه خودمون سوار علم خداوند شدیم. خب هر چی بخوام دسترسی داریم، دیگه به شبکه نیازی نیست، اونجا دیگه خودمون دسترسی داریم،
هر چه تو این فاصله از طریق روح القدس به دست آوردیم اینجا به کار باید ببریم، باید بریم آماده بشیم برای جواب الست ربکم و باید برای اون تجربه این که اون بخشندگی او رو تجربه کنیم. بخشندگی او چیه؟ ساحت مقدس خودشو به ما ببخشه. الان که ما چیزی تو دستمون نیست که، اون مثالا یادتونه دیگه. خب الان ما چیزی تو دستمون نیست، پدری داریم ثروتمند، ما 5 سالمونه، سویچ ماشینشو نگاه میکنیم نمیتونه استفاده، دست چکاشو نگاه میکنیم نمیتونیم استفاده کنیم، گاب صندوقاشو نگاه میکنیم نمیتونیم از این کلید رو توش بچرخونیم و و تمام اینها همینجوری فقط میتونیم نگاش کنیم. اما بیشتر از یک آب نبات چوبی از مجموعه ثروت پدرمون نمیتونیم استفاده کنیم. یا حالا یه شکلاتی یه نمیدونم. خب باید کم کم بزرگ بشیم بگیم بابا دوچرخه هم میخوان، بزرگ بشیم بگیم ماشین هم میخوان، بزرگ بشیم بگیم که آره نمیدونم اون دست چکات هم به من بده، کلید گاو صندوق هم بده، اینا رو هم بده، حالا من اداره میکنم. و بعد نشون بدیم که فرزند خلفی برای پدرمون هستیم یا نیستیم. یه دفعه اینه که ثروت بابا رو دو روزه یا اینه که نه استفاده بسیار خوبی تونستیم از اون ثروت بکنیم. بنابراین اگر خداوند ثروتش رو در اختیار ما قرار داد، ما بلدیم ازش استفاده کنیم. میگیم بخشنده مهربان اومد و یک موقعی گفت که بیاد اینها هر چی من امکان دارم دست شما. خب بخشندگی اینه دیگه. اگر شما وقتی میگید بخشنده، حد و حدود و لیمیتی که نمیتونید تعریف کنید. بخشندگی یعنی الا بی‌نهایت. قرار ما بخشندگی الهی رو تجربه کامل بکنیم. بخشندگی اونم چه زمانی است؟ زمانی که ساحت مقدس خودش رو به ما ببخشه. در این صورت بخشنده است. در غیر این صورت شما فرض کنید که یه نفر میلیاردها پول داشته باشه، حالا دست بکنید جیب 100,000 تومان به یه نفر بده، این بخشنده است؟ میگه آقا نسبت به اینی که تو داری اصلا کاری نکردی. ولی یه نفر 100,000 تومان همه موجودش اون 100,000 تومان رو میبخشه. مبلغ یکیه. در مورد این میگیم سخاوتش بی نهایته، در مورد اون میگیم که اصلا. حالا خداوندم هر چی ببخشه نسبت به گنجینش کمه، به حساب نمیاد و نمیتونیم بگیم که آره این بخشندگی شد. خیلی کار عظیمی باید صورت بگیره و خلقت هم بر اساس اون کار عظیم طرح خودش جلو میره. ما الان میگیم خداوند بخشنده مهربان، حالا حتی بگذاریم که معنیش این نیست، بسم الله الرحمن الرحیم بگذاریم که معنیش این نیست، ولی خب حالا اگر این معنی رو هم بیایم بگیریم میبینیم که خب ما چه کسی از بخشندگی الهی رو داریم استفاده میکنیم. چیکار کردیم؟ گفته سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، من اونا رو به تسخیر شما در آوردم. کو؟ کی به تسخیرشه سماوات و الارض؟ انصافا رو کنین ما چیزی به تسخیرمون نیست. پس چرا گفته من به در آوردم؟ الانو که نمیگه که، الانو که نگفته که، گفته میاد و بعد اینا مال شماست. ما هم به بچه همون میگیم بابا هر چی داریم مال شماست. شما درسته؟ ولی اون الان دستش به هیچی بند نیست، ولی در واقع میگیم که بابا هر چی زحمت میکشیم برای شماست و این آخری مال شماست. درسته؟ پس در واقع اونم اینه که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این زمینه و میگه بابا همه این زمینه که دارید میایید و اینا همش مال ایناست که در واقع تونستن به این قضیه برسن. بهره نهایی رو اینا خواهند برد، تونستن به مصالحه برسن. کسی هم که به مصالحه میرسه آخرش وقتی الست ربکمه میگه بله، برای اینکه مصالحه است دیگه، در تضاد نیست.
چون در تضاد نیست میدونه چه جوابی بده و جوابی که میده جواب بر مبنای صالح بودن رو میده، جواب بر مبنای مصالحه رو میده. من و به توی و این حرفا دیگه اونجا براش چی شده؟ منتفی شده. آیا توی زندگی های بعدی این دانش کمال ما فراموش نمی کنیم؟ یعنی تو اون الست و بربکم با همون هست؟ بله، ببینید ماجرای الست و بربکم که لحظه به لحظه با ماست، ابعادش فرق میکنه. مگه الان با ما نیست؟ الان هم هست، ثانیه به ثانیه هست، میره تا آخرش هم هست. منتها آخرش دیگه هست، میریم جلوتر این الست و بربکم همچین چیز ابعاد وسیع‌تری پیدا میکنه، تا جایی که دیگه آخر از قضیه هیچی نمیمونه جز همون اون. ما با مرکب‌های متعددی از ابتدا که ما حرکت کردیم، اون نفس رو، من متحرک رو سوار این کردن. من متحرک خودش موجودیت داره، مثل من که موجودیت دارم، نیروی محرکه دارم، سوار یه ماشین میشم. حالا ماشینم خودش نیروی محرکه داره. مرکب اولیه ما یک مرکب بسیار غول‌پیکر. فرض کنید که ما الان سکان کشتی اقیانوس پیمایی رو به دست ما بدن. خب توی کشتی اقیانوس پیما سکان دست چند نفره؟ خب دست یه نفره دیگه. حالا کلی چیده جان، این یک نفر میخواد این وسیله رو هدایت بکنه، ببینید چقدر محدودیت ها داره و چقدر نیازمند نیازهای مختلف داره تا این درست هدایت بشه. درسته؟ حالا پس ما مسئله که داریم اینه که یک مرکب داریم، این مرکب رو ولش میکنیم، میام یه مرکب دیگه. حالا وقتی این نفره که کشتی اقیانوس پیما رو حمل میکنه، چیز میکنه، هدایت میکنه، بیاد حالا بشه راننده یه تریلی، میگه آخ جون چقدر دست و بالم بازتر شد. خب چی بود اون عظمت؟ خب خیلی احساس راحتی میکنه وقتی یه تریلی رو میخواد برونه. درسته یا نه؟ حالا وقتی که میاد این همین راننده میاد یک ماشین معمولی رو، چقدر بیشتر احساس راحتی میکنه؟ خیلی بیشتر. حالا یه خودروی بزرگ هم داریم، یه خودروی کوچیک هم مثل این ماتیز اینا رو بشینه، دیگه اصلا احساس میکنه که کاملا اشراف کامل به محیط داره، در حالی که تو اون کشتی اقیانوس پیما به دوروبرش اشراف کامل داشت؟ نداشت. همین جوری این داره میاد و یک مرکب ساده تر آخرش خودشه و خودش. آخرش بدون نیاز به مرکب، بدون که به مرکب نیاز داشته باشه، چیه؟ رسیده به قضیه. اما توی این مسیر چی پیدا کرده؟ توی این مسیر چیزی که در جریان بوده تجربه بوده. خب تجربه هدایت یک وسیله سنگین غول‌پیکر، کوچکتر. حالا در شرایط هدایت کشتی یک محیطی رو سر کار داشته، اقیانوس. در شرایط هدایت تریلی یک شرایطی رو تجربه کرده، بیابان. در شرایط هدایت یه خودرو یه شرایط دیگه رو تجربه کرده، داخل شهر و ترافیک و نمیدونم چیزهای دیگه. و خلاصه وقتی بعد از اونم اومده سوار دوچرخه شده، بعد از اونم دوچرخه هم بلش کرده، حالا خود خودشه. شاید انسانم یه روزی بگه با اصلا همینا رو بلش کنیم بریزیمش دور، همون بهتر که زمانی که هیچی نبود. خب اما توی این فاصله که الان
روز اولی که انسان نخستین یا حالا انسان‌های اولین چرخ رو ساختن، اصلا اولین چرخی که ساخته شد گذاشتن، دو تا چیز گذاشتن روش، یک گاری درست کردن خب، و بعد به عقلشون رسید، حالا این گاری رو اول هولش دادن، بعد به عقلشون رسید بستنش به یه حیوانی، فکر کردن که چقدر سرعت به اینا میده که اینا زودتر برن بیرن پشت این کوچه خبره، ببینن اون بر چه خبره، اون بر خب. و بعد یه روزی نمیدونم ماشین ساختیم، گفتیم که خب بریم ببینیم چه خبره، یه روزی دیگه گفتیم خب این کنده هواپیما ساختیم، فکر کردیم اگر هواپیما بسازیم سریع زود بفهمیم که چه خبره، معما حل شده. امروز به این نتیجه میرسیم که این دانستن هیچ کمکی به ما نکرد. اقیانوس رو دیدیم، اونو دیدیم، فلان کردیم، فقط یک کمک شد. خب کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. ما با کمیت ها رو در نوردیدیم، نقشه ها کشیدیم، مساحی کردیم، نقشه زمین رو برداشتیم. خب این کمیت ها چه کمکی به ما کرد؟ انسان 5000 سال پیش خب ارتباطی رو که با طبیعت برقرار کرد، الان تازه ما میخوام همون رو چیدش کنیم، یعنی کیفیت همونه، هیچ تغییری نکرده. ما تازه الان فهمیدیم باید این کیفیت رو تازه 5000 سال مثلا غفلت کردیم. خب ما فقط کمیت به دست آوردیم، یعنی توی این ماجراها کمیت به دست آوردیم. به زودی شاید به این نتیجه برسیم که آقا اصلا ماشینم ولش کنیم، خب اونم ولش کنیم، همون خوش به حال اون دورانی که ما پیاده خب مرغ باغ ملکوتم میام از عالم خاک. و بعد خلاصه کلام، اما تو مسیر ما تجربه به دست آوردیم. ما اگر آزمایش نمی کردیم الان دل تو دلمون نبود. یه روزی یک موجودی رو در لوله آزمایشگاه خب به اصطلاح تلقی مصنوعی کردن و پران، در لوله آزمایشگاه یک کودکی رو، یه طفلی رو به اصطلاح تونستن به دنیا بیارن. بشر داو زد وای وای، میدونید آدم ساختین در آزمایشگاه، و بعد یه دم گفتن وای وای، نمیدونم عرش الهی به خطر افتاد، در کار خدا مداخله کردیم. خب بگذاریم، طبق اصلی که داریم در کتاب بعدی میاد، خدایی که در کارش بشه مداخله کرد اون خدا خدا نیست، بمانم. بعد انسان غرور برش داشت، فکر کرد که حالا اگر یک موجودی رو در لوله آزمایشگاه ایجاد کرده دیگه پاشو گذاشته جای پای خدا، همین روزاست که دیگه جای خدا رو بگیره. بعد نمیدونم اومدن مسائل دیگه، امروز تکثیر سلولی مطرح شده، کلونایز و نمیدونم این صحبت ها، دوباره همون بساط که نمیدونم ال شد و بل شد و نمیدونم چه تولید کردیم چه تولید نکردیم اینا. ببینید انسان تا اینا رو تجربه نکنه غرورش نمیخوابه، همین راه رو باید بره تا بفهمه که نه خیر اینطور نیست. الان فکر میکنه که ور میداره از یه نفر 10,000 نفر رو تولید میکنه، بعد وقتی تولید کرد میبینه که 10,000 نفر همشکل تولید کرده، ولی این میگه من میخوام بشینم، اون میگه من میخوام برم، اون میگه من میخوام دارم چیکار کنم، این میگه نیدارم من اینو میل دارم، اون میگه نه خیر فلانه، این میگه، یعنی 10,000 الگوی مختلف، یعنی اصل عدم تکرار و مانند. انسان تا بهش بر نخوره، سرش به سنگ نخوره، هنوز امید داره که در واقع جای خدا رو بگیره. و در واقع خب همه این چیزها برای تجربه است که بریم بیایم اینو ببینیم اونو ببینیم بلان کنیم بسیار کنیم جوابامونو بگیریم، آخری بشر بیاد به یه نتیجه برسه.
این تجربه رو ما داریم میایم دنبال میکنیم تا یه اتفاقی بیفته که در واقع به دنبال این اتفاق خداوند بگه علم اقول لکم اینی علم و قیم و سماوات و الارض. یا آدم انبونی، بعد آدم آزمایش بده، اینم آزمایش بده، بعد بگه که دادیم، تموم شد، تموم شد، بعد گفت علم اقول لکم، تیدی بهتون گفتم. خب ما آزمایش دادیم که این حرفو زده، یا این حرف، این محاوره فرضی، این محاوره فرضیه. خب این محاوره به اصطلاح چیز نیست که در واقع در اصل نیازی نبوده که خداوند همچین محاوره با ملائک داشته باشه، نیازی نداشته. خب بنابراین وقتی گفته که دیدی بهتون گفتم، چی میخواسته به ما بگه؟ یعنی شما آزمایشتون رو پس دادید، تموم شد، و چون تایید رو داره میخواد بگه قبولم شدید، قبولم شدیم. توجه میکنید؟ تا این اتفاقا بیفته. حالا ما تو این مرکبی رو که میگیریم میریم جلو، و همینطوری به اصطلاح تو این قوس سعودی اینطوریه. قوس نزولی که اومدیم برعکس این بوده، هیچی نبوده. علم آدم اسماء کلها، ما یه توده ای، و بعد اسکن هازه جنه ساکن میشه فلان، بعد اختیار لا تقرب هازه شجره، بعد و بعد و بعد و بعد و بعد نمیدونم کل انعام پیش بیاد و حلوان پیش بیاد و عجولن و فلان. این اولش که ما در احسن در فی احسن تقویم، در بهترین شرایط ما خلق شدیم، نمیدونم فتبارک الله احسن خالقین، همینطوری سوارمون کردن 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 کردن، نیازمند نیازمند نیازمند. حالا برعکسش داریم میریم جلو، میندازیم میندازیم میندازیم، پوست میندازیم پوست میندازیم، داریم میریم جلو. خب یک مقطعی که اینجا پیش میاد که توی این مقطع یک برزخی اتفاق میفته تا ما از اینجا سوار این میشیم. یعنی خب ما این ماشین میخوام عوض کنیم، تا از این ماشین پیاده میشیم، میخوام سوار ماشین بشیم، یه مدتی ما روی مرکب نیستیم دیگه. خب حالا بین دو ماشین قرار گرفتیم، میتونیم بریم سوار اون ماشینه داریم میریم بشیم، در این حال میتونیم دوره این ماشین رو دسترسی داشته باشیم، بین دو تا ماشین میمونیم. ولی وقتی سوار شدیم، استار زدیم، الان دیگه ما یه مرکب دیگه ای رو سواریم. لذا بین هر دو تا کالبد ما یک به اصطلاح یک گپی داریم، یک برزخی داریم، یه شکافی هست که ما رو چیکار کرده؟ جدا میکنه. تو این برزخ ما میتونیم برگردیم، میتونیم بریم جلو، اما اومدیم جلو دیگه برگشتمون دیگه امکان پذیر نیست، یادمون نمیاد. اگر یادمون میومد چی میشد؟ اگر یادمون میومد معما حل میشد دیگه، معما حل میشد. اگر الان ما یادمون میومد از کجا اومدیم، بقیه معما چی بود؟ حل شده بود و دیگه نیازی به ادامه راه نبود، معما در واقع خاتمه پیدا کرده بود. معما چون حل شود آسان شود، و بعد دیگه تموم شده دیگه، معما جوابشو پیدا کردی که دیگه لازم نیست راجبش فکر کنی. ما مگر میدونستیم از چطوری شده اومدیم، دیگه لازم نیست که الان با هم بشینیم بحث و مذاکره و تفکر و تعقل و اینها. الان توضیح میدم خدمتون، توضیح میدم خدمتون، اینو جمع‌بندی بکنیم. خب بنابراین اینجا که پیش میاد این برزخ این مسئله رو داره که ما میریم و در واقع اینجا صرفا میتونیم بریم، نمیتونیم برگردیم، یک سوسازیه، میتونیم بریم و نمیتونیم برگردیم، یعنی از برزخ که در بیایم بیرون، البته از برزخ به اونور میتونیم بریم ولی دیگه نمیتونیم برگردیم.
الان اون کاربود ذهنی هم که شما سر کار دارید میبینید تو برزخشونن، میتونن بیان، میتونن برن، میتونن انتخاب کنن اینجا باشن یا اونجا باشن، اما رفتن برگشت نیست. حالا چیزی که اینجا هست مرکب به اضافه نیروی حیات، اینجا نفس به اضافه جان، اینجا این مرکبه اسمش انسانه. شما میرید برای ماشینتون سیستم توربو سوار میکنید، سیستم توربو روی انواع و اقسام موتورها میاد اکسیژن رسانی رو، هوا رسانی رو، توربوز جریان کمپرسوری داره که هواده به اصطلاح موتور رو به نحو کامل انجام میده و احتراق کامل میشه. خب شما میاد نمیدونم روغن موتور ماشینتون رو بهترینش رو انتخاب میکنید، نمیدونم سیستم های مختلف رو در این رابطه، مثلا میرید بنزین سوپر میزنید، اجازه یکی میره بنزین نمیدونم معمولی میزنه، یکی میره بنزین سوپر میزنه، میتونه بزنه، خب میتونه بزنه میتونه نزنه. اینجا حلقه ها تسهیلات حرکته، مثل همون جریان توربو میمونه، مثل جریان نوع روغن میمونه، نوع بنزین میمونه. شما یا ما بلغ این تسهیلاتی است که وجود داره، میتونیم استفاده کنیم میتونیم استفاده نکنیم. یه نفر اصلا نمیدونه سیستم توربو چیه، درسته؟ اگر ندونه سیستم توربو چیه اصلا هم به فکرش هم نمیرسه که بیاره همچین سیستم بذاره رو فرضاً سوار کنه روی موتورش. خب درست میگم یا نه؟ بنابراین شما یه نفر نمیتونه بیاد بگه که قبول نیست، من نمیدونستم سیستم توربو هست. خب قبول نیست نداره، میگن خب میبایستی میرفتی ببینی چه چیزایی میتونه کمک بکنه تا احتراق موتور شما کامل باشه. حالا ممکنه که در نمیدونم یه آینده نزدیکی یه سیستم هایی به کار گرفته بشه، نمیدونم چرخه های کنترل شده یه انرژی هستی، شما نمیدونم یک چیزی رو الکترودی رو داخل جای جا بدین، این در واقع بتونه یک انرژی هستی کنترل شده رو مثل اون چیزی که در کشتی های اتمی نمیدونم زیر دریای اتمی وجود داره، یک سیلندری رو جا بدن یه جایی و اون شروع کنه کنترل شده، خب در واقع واکنش زنجیره رو به ما ارائه بده. خب جان همه جانان چیه؟ جان همه جانان. حالا میبینیم که چرا میگیم انا لله، بحث انا لله با جان جانان چه ارتباطی پیدا میکنه، چه فصل مشترکی ما خب با هم دیگه داریم، چه فصل مشترکی داریم با هم دیگه، یه فصل مشترکی با هم دیگه داریم. خب این فصل مشترکی که ما داریم اینه که اینجا تمام جانها چه در مراحل مختلف چه در مورد افراد مختلف سرنخش یه جاست، سرنخش یه چیزه، یعنی این نیروی محرکه عمومی که بین من و شما و همه هست بین ما چی اشتراک داره؟ جان. خب این جان یه چیز اشتراکی است، یه چیز اشتراکی است، همونطور که نیروی حیات هم اشتراکی است. خب پس یه اشتراک از این بالا داریم، یه اشتراک هم اینجا داریم، اینه که نیروی حیاتی که اشتراک داریم با هم دیگه. خب نیروی حیات هم گفتیم چیه؟ اشتراکه، اون گیاه و حیوان و نمیدونم همه در این نیروی حیات که از هستیه جریان داره، حالا بهش پرانا میگن، پرانایاما میگن، نمیدونم چی میگن این حرفا، اونو ما با هم اشتراک داریم، اما یک بخشی هست که اون اشتراکش دیگه از
ماجرای خود هستی، خود شعور نیست، ما فوق این قضیه قرار داره و اون بحث جان جانانه. جان جانان حالا کیه؟ حالا چیه؟ خب خداست. مثل همون ماجرای مطرب میمونه اینجا. پس در اشعار عرفامون اون جایی که برمیخوریم به جان جانان و تا لایق جانان شوی، نمیدونم این چیزایی رو که برمیخوریم، ما یک بخشی داریم که اون بخش ها جاودانه است، یک بخش هایی داریم که جاودانگی رو در خودشون دارن و در این چرخه از اول تا آخر جاودان هستن. دیگه توی جنتیه که اونا کاربرد ندارن. خب وقتی که بریم توی به اصطلاح جنتی، از رضوان به جنتی، اونجا که میگه راضیتن مرضیه، اونجایی که رفتیم دیگه اینا کاربردهاشون تمام میشه، ولی در چرخه جاودان هستن. پس بخش های جاویدان در این چرخه که تا انتها ما رو دنبال خواهند کرد به این صورته. گفتیم که آدم، خب این آدم برای اینه که آزمایش پس داده، تجارب بسیار زیادی رو چیکار کرده؟ پشت سر گذاشته. یعنی شما به یه بچه مسئله رو میدید، اون میره حل میکنه، میاره میگه نه اشکال داره، برگشتش میدید، دوباره میره انجام میده، دوباره میاد میگه نه، سه باره، چهار باره، سر دهمین بار، پونزدهمین بار بالاخره جواب و چیه؟ اینقدر میگید برو بیا، اگر خودتون راه حل رو بهش نگید اینقدر میبریدش و میاریدش تا جواب مسئله رو پیدا بکنه. یا مثلا شما میکنه استادتون اینقدر ببردتون بیاردتون دانشگاه این بر اون بر تا جواب کار رو پیدا بکنید بیارید. بنابراین آدم میشه مجموعه. آدم با بار اول نتونسته جواب بده، اون جواب رو پیدا بکنه، ولی قابلیت داشته. قابلیت اینکه این نشد یه چیز دیگه ته، اون نشد یه چیز دیگر رو، یه چیز دیگر رو، یه چیز دیگر رو، یه چیز دیگر رو. پس مجموعه انفاس، مجموعه نفس هاست که این مجموعه نفس ها وقتی میاد اونجا میشه نفس واحده، وقتی میاد اینجا میشه نفسی که تعدد پیدا کرده. بنابراین مجموعه اینجا انفاس از بخش های مختلف، یه بخشش بشره، بشر حالا مجموعه انفاس انسانه، مجموعه تجارب انسان میشه بشر. خب یعنی چی؟ یعنی ما الان میگیم که بشریت در حال تنزل مثلا، یا بشریت در حال ترقیه، یا مثلا فرض کنید که از روی یک سیاره دیگری یا از روی یک نمیدونم کهکشان دیگری به زمین نگاه کنن. خب به زمین نگاه بکنن و ببینن موجود زنده‌ای در روی زمین داره فعالیت میکنه. اونها چه سوالی مطرح میکنند؟ میگن بشر، بحث کنید که اسم میدونن یا اصلا اسم هم نمیدونن، میگن این موجود، این موجود چی کار میخواد بکنه، به کجا میخواد بره. وقتی میگن این موجود، حالا فرض کنید اونا میگن بشر، وقتی میگن بشر چی کار میخواد بکنه، چی مطرح میشه؟ برایند، همون که فهمودی میگن برایند دیگه، کاری ندارن که ایشون دنبال کمال هستن ولی صد نفر نیستن یا یه نفر هست یا یه نفره. میگن بشر در حال تنزله، در حال ترقیه، بشر هوشمنده، بشر از هوشش استفاده نمیکنه یا میکنه، در حالی که این در مورد آیا تک تک افراد صدق میکنه؟ در مورد تک تک افراد صدق نمیکنه، ولی برایند رو در نظر میگیرند و میگن که بشر قادره که مثلا این کار رو بکنه. آیا از تک تک افراد چیز کنن؟ آیا تک تک افراد قادرن؟ تک تک افراد قادر نیستن، ولی مجموعشون یه مسئله است. یا یه نفر قادره، تک تکشون قادر، یعنی جمعشون قادر نیست. بنابراین پیشرفتی رو که اون یه نفر داره اصلا به حساب نمیاد.
و تنزل به حساب میاد، تنزل جمعی مثلا داره به حساب میاد. لذا اتفاقایی که میفته، اتفاقاتی که میفته اینه که آدم وقتی جواب میاره یعنی چی؟ یعنی دارن دورنماشو نگاه میکنن، این دورنما پاسخ داره. این دورنما دورنماییست که اون بچه محصله میره میاد میره میاد آخر جوابو میاره، میگن دیدی که گفتیم ایناش، این میتونه، این میتونه، تیم فلان میتونه گل بزنه. آیا یعنی همه افراد میتونن گل بزنن؟ نه، مجموعه تیم رو که میبینن، میبینن که اینا دست به دست هم بدن میتونن یه گل رو به ثمر برسونن، ولی گل رو یه نفر زده، اما میگن که تیم فلان چی شد؟ برنده شد. خداوند به ملائک گفت من چیزی میدونم که شما نمیدونید، بی خود جلز و ولز نکنید که اینو، این موجود راش ننداز، این کارتو خراب میکنه. خب درست یا نه؟ گفت من چیزی میدونم که شما نمیدونید. خب اون چیز بود پیامی که اینجا وجود داشت، این موجود براش طرح شده بود که این موجود جاودانگی رو به اصطلاح با خصوصیات و کیفیت جدیدی که درک و فهم عشق بوده، رحمانیت بوده. مثلا ملائک شاید با کلمه رحمانیت اصلا برخوردی نداشتن. چرا؟ چون با تضاد درگیر نبودن که بخوان با رحمانیت در ارتباط قرار بگیرن، ولی این موجود اینه که اینجا عشق رو میفهمه و تبعات عشق رو میفهمه، که خب قبلا توضیح دادیم رحمانیت رو میفهمه. چون رحمانیت رو میفهمه میتونه به اون نزدیک بشه، میتونه او رو بفهمه، اما یک ملک نمیتونه اونو بفهمه، چون رحمانیت هم رحمانیت رو نمیتونه بفهمه، عشق رو نمیتونه بفهمه، ولی ما این قابلیت رو داریم. این من ثابت گنجینه است و اذا سویتو این مرکب رو آماده کردیم، نفخت و فیه من روحی، اینو سوار کردیم. خب این اینجا شد روح الله و بعد نفس و ما سواها فعلما فجورا و تقوا، نفس رو دادیم و بعد خلاصه دیگه اینجا بحث جان و بحث بخور و بیاشام، اینا سمبولیک بخور و بیاشام، یعنی انرژی تو همین نیروی حیات و اینا رو هم چیکار کن؟ از محیط بگیر. درسته یا نه؟ یعنی اونجا با زبان داستانی و نمیدونم اسطوره اینها اینا رو اومده گفته، و وقتی که جمعش میکنیم میبینیم که بله این خودش به اصطلاح نیروی محرکه میخواد، نیروی حیات میخواد، و بعد نیروی حیات که بخواد شعور حیات میخواد. خب شعور هم میخواد، خب هوشمندی هم میخواد، فقط خوردن نیست که، باید هوشمندی هم توی این مسئله باشه. بس شعور حیات، نیروی حیات، و اینجا این روح الله، این مرکب، و بعد ماجرای نفس، ماجرای جان، درست شد که این قضیه بتونه چیکار بکنه؟ حرکت کنه به سمت کمال. مجموع این قضایا بتونه به سمت کمال بیاد. حالا وقتی بریم توی نفس، درست شد من متحرک. حالا این من متحرک مثل من است که خودش هم چیز محرکه داره، هم سوار ماشین دیگه هم شده، ولی اینو در نهایت بهش چیه؟ نیاز نداره، اینو میندازتش. نهایتاً ما با این دوتا بخش میمونیم که این دوتا بخش قراره با هم تلفیق بشن، یکی بشن. الان ما قابلیت استفاده از اون چی که اینجا این نهاده شده رو نداریم،
ولی بعد از اینه که چرا نداریم؟ چون حالا به صورت سمبولیک ما جدا شدیم، گفت لا تقرب هذا الشجره، به این درخت نزدیک نشو. اگر نمی شدیم، اگر نمی شدیم به اصطلاح ما در یه سطحی اونجا ثابت می موندیم. خب در یک سطح ثابتی می موندیم و گفته شد که اگر به این درخت نزدیک بشین، حالا راجب شجره هم که یه توضیح دادیم دیگه، درسته؟ راجب شجره هم توضیح دادیم که چرا گفت درخت. خب توضیح میدیم، اینم اینجا من یادداشت کردم، الان توضیح میدیم چرا گفت به درخت نزدیک نشید، چرا یه چیز دیگه نگفت. خب اینم در واقع گفت اگر به این نزدیک بشین، اون وقت با تجربه میشید، میتونید به جاودانگی برسید، به من نزدیک بشید. منتها اونجا حالا دیگه تو محاوره صحبت های دیگه پیش اومد، ما این کار رو کردیم، نزدیک شدیم، لذا میبایستی در قرنطینه قرار بگیریم. مثل کسی است که میگه بیاد از من امتحان کنین، میگن خب فاصله تو ده، صندلی تو از اون جدا کن، دست تو کسی نبینه، یعنی میره توی یک چارچوب. ما در چارچوب قرار گرفتیم، دورمون رو خط کشیدن، گفتن حالا برو پیدا کن، برو پیدا کن. حالا ما اومدیم داریم تجربه تا یه جایی در جهنم اینو از دور ما وردارن، ما یکی بشیم. حالا با تجربه‌ای که داریم در این گاف صندوق رو بازش کنیم. الان اگه باز کنیم فکر میکنیم میتونیم استفاده کنیم؟ کاربرد ذهنی که شما باش الان سر و کار دارید چیزی به یاد داره یا نداره؟ تجربه داره یا نداره؟ میدونه چیکار بکنه یا نمیدونه؟ درسته؟ همه رو میدونه. برای همین هم این هی داره یاد میگیره که چیکار بکنه تا سوار وقتی شد این گاو صندوق رو دسترسی پیدا کرد، درش رو باز کرد، بدونه با این اسناد و مدارک چیکار باید بکنه. الان خیلی از اسناد و مدارک هست که به دست ما بیفته، ما اونا رو با یه سبزی فروشی میبریم میدیم یه دسته سبزی ازش میگیریم. حالا ممکنه اسناد و مدارک بسیار بسیار حائز اهمیتی باشه، ولی ما چون ممکنه ما نتونیم اون اسناد و مدارک رو سر در بیاریم که چیه. خب گوهری تفلی به قرصی نان دهد، درسته یا نه؟ این اینطوری میشه. ولی وقتی که ما چیزهای رو اونجا بدونیم، وقتی که به این کتابخانه عظیم را پیدا میکنیم، متون و همه متون قابل استفاده است برای ما. اما الان فرض کنید ما وقتی که همه انسان ها بگن که بیاید تو کتابخانه ملی، کتابخانه بزرگترین کتابخانه دنیا، کتاب به چه دردشون میخوره؟ یه سریش که یه زبان های دیگه است. الان یه سری کتاب روسی به ما بدن، ما به چه دردمون میخوره؟ ممکنه کتاب بسیار ارزشمندی باشه، ولی یه سبزی فروش بیاد در یک دام کاغذ همشو کیلویی بهش میفروشی میره، چون زبان روسی چیه نمیدونیم. بنابراین اونم به همین صورته. اینجا گنجینه ایست که علم آدم اسماء کلها، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، من به تأثیر شما بردم همه اون گاب صندوق ها رو، اون سماوات و ارض و زمینه رو، ارض و سما رو. این به اصطلاح حالا به اون تعبیر خودمون رو بذارین جاش، گاب صندوق ها رو، اون گاب صندوق های سماوات رو که گفتیم، ارضم که گفتیم، من هم زمینه رو به تأثیر شما در آوردم. نه موضوع این زمین اینه که این زمین رو فقط، زمین کافی نیست، کمه. زمینه رو که میدونه تو اون زمینه اصلا هستی از بیگ بنگش تا انتهاش یه جزء بسیار کوچکیه. پس خلیفت اللهی اونجاست. تعریف خلیفت اللهی از نظر ما زمانی است که این دوتا بخش با هم ادغام بشن، اون موقع سزاواره ما اجازه پیدا میکنیم بگیم خلیفت الله، نه به این موجود. الان من خلیفت الله نیستم، توجه میکنید؟ شما اگر منو بکنید نماینده خدا، اگر منو بکنید جانشین خدا،
میدونید چه چیز اشکال بزرگی پیش میاد یا نه؟ باید بین ما یه سنخیتی، یک تناسبی. شما مثلا وقتی میگن این معاون این مدیره، شما درسته این مقامش پایین تره، ولی یه سنخیتی رو چیکار میکنید؟ میگید خب اینم اطلاعاتش یا تواناییش یه ذره از اون کمتره، ولی توانایی داره. آقا بین ما و خدا چه سنخیتی الان وجود داره؟ همه رو داریم، ولی چه فایده دسترسی نداریم؟ زمانی که ما میشیم خلیفت الله، زمانی است که از جهنم خارج شدیم و از جهنم دیگه لایه از بین رفته، پاک و پیس شدیم، تسبیح صاف شدیم، دیگه چیزی نداریم، بدهی نداریم و همه چی راستوریست شده. حالا ما از جهنم خارج شدیم و اینجا قابلیت اینو داریم که به ما بگن خلیفت الله، و این دوتا با هم امتزاج پیدا کردن. لذا از الان به بعد اگه بگن خلیفت الله، یه سنخیتی داره، میگیم خب ما این بخش رو لااقل با هم امتزاج پیدا کردیم، در اختیار گرفتیم. نفس داره تجربه ها رو جذب میکنه، داره یاد میگیره، با سواد میشه. همون که از کلاس یک تا زمانی که یه قابلیت ویژه پیدا بشه، تخصص ویژه پیدا بشه، اینم همونطوریه. در طی مراحل مختلف نفس داره یاد میگیره، داره تجربه میگیره، 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 میره جلو، تا بعد از این امتزاج اینم رها میشه. دیگه بعد از این امتزاج به اینم نیاز نیست، چون با اینکه همراه شد دیگه قادره که از توانایی این استفاده کنه، به این مرکب دیگه نیازی نخواهد داشت. و این میشه معلومات، میشه اطلاعات، یا میشه مخزن اطلاعات، یا میشه یک راننده با تجربه، یا میشه یک خلبان با تجربه. میگن این خلبان اینقدر ساعت تجربه پرواز داره. درست شد یا نه؟ بنابراین وقتی که اینقدر ساعت تجربه پرواز داره یا به یک حد نصاب پرواز میرسه، میگن خب حالا سولو شد، میتونه یه هواپیما رو تنهایی بدیم دستش، بهش اعتماد کنیم، این هواپیما قولپیکر رو از اینجا ببره به آمریکا برسونه. درست شد یا نه؟ ببره اون ور دنیا برسونه. بنابراین این داره یاد میگیره که بتونه سوار بشه. از علم اینجا، علم آدم اسماء کلها، از علم اینجا بتونه استفاده کنه. ببینید گفته شد که علم آدم اسماء کلها، ما به انسان همه علمها رو دادیم، یعنی حتی علم خدای رو. خب ما چی بلدیم؟ پس چرا گفته شد که ما دادیم؟ به کی داده؟ چجوری شده؟ پس در واقع موضوع اینجاست که همین مثل سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ما نگاه میکنیم اینا که بابا من چیزی تو تسخیرم نیست، ولی اونجا گفته که ما به تسخیر درآوردیم. خب این معما رو چجوری حلش کنیم؟ چجوری حل میشه؟ اونجا گفته که من همه علم ها رو دادم، اینجا من نگاه میکنم اینا که چیزی بلد نیستم. خب این چجوریه؟ ببینید ما الان اون علم ها رو داشته باشیم، میتونیم استفاده کنیم ازش. الان شما فرض کنید که به اصطلاح کتاب های آسترونومی رو و کتاب های نمیدونم نجوم و همه اینا رو در اختیار ما قرار بدن، ما بدون داشتن هیچ زمینه ای میتونیم از اون استفاده کنیم؟ تمام فرمولا و محاسبات نمیدونم چی، تمام اون چیزی رو که انسان بهش رسیده در اختیار این نفر قرار بدن، میتونه ازش استفاده کنه؟ نمیتونه استفاده بکنه. زمینه میخواد. ما داریم زمینه کسب میکنیم. این زمینه که کسب بشه، بعد ما علم الهی رو، اون ماجرایی که اونجا صحبت شده، میتونیم به تسخیر در بیاریم. وقتی اونو به تسخیر در آوردیم، سماوات و الارض، یعنی با اون معنایی که خدمتتون عرض کردیم، البته در اختیار ماست. ما هم عرض، هم
نمیدونم همه اطلاعات و اینها رو بهش دسترسی داریم. اما در حالت همین جوری خیر، میبینید که چی میگن به قول بعضی، پای دوتا مرغ و یه مرغ رو از هم دیگه باز کنیم. پس هم میتونیم هم نمیتونیم، هم توان بالقوه داریم اما بالفعلش رو به اصطلاح نداریم. این ماجرایی است که در واقع دست به گریبانش هستیم. قدرت خلاقیت الهی رو به ما چیکار میکنه؟ به ما نشون میده که طراح چه طرحی داده. میدونید اونه که ما به عنوان نفس میشنویم و به اشتباه میشنویم، نیاز مرکبه. خب نیاز مرکبه. اینو یه بار جلسات قبل با هم صحبت کردیم، یه بار دیگه ببینیم این مرکب، این ماشین حرکت کنه لاستیک میخواد، روغن میخواد، نمیدونم باید همه مسائلش رو، فیلتر هوا غیره غیره، تمام اینا رو چیکار کنیم، باید بهش برسیم. ما اگر حرکت کنیم، ما اگر حرکت بکنیم صبح تا زور گرسنه‌مون میشه. خب غذا باید بخوریم. خب شما بفرمایید خوردن، غذا خوردن عیبه؟ ولی یک بحث کلی میاد میگه خور و خواب و خشم و شهوت. خوردن هم میاره تو کار، خوابیدن هم میاره تو کار. خب ما اگه دیشب نمیخوابیدیم امروز میتونستیم با هم صحبت کنیم؟ نمیتونستیم. پس نفس یعنی اون طراحی خواب و خوردن و اینها، این اشتباه نیست. اما صحبت سر اینه که خب خوردیم و خوابیدیم و همه این کارها انجام شده، حالا بفرمایید که چیکار میخواید بکنید. اون به جای اینکه این صحبت مطرح میشده، خب اومده این مطرح شده که خوردن و خوابیدن رفتی زیر سوال. مسئله اینجاست که این ماشین الان ماشین ما دم دست سرویس شده، آماده شده، حی و حاضر اونجا، بریم استارت بزنیم باش حرکت کنیم، درسته؟ حالا یکی با این ماشین میخواد بره دزدی کنه، خب یکی با این ماشین میخواد بره آدم بکشه، یکی میخواد با این ماشین بره مشکل یکی رو حل کنه. این ماشین چه گناهی کرده و این ماشین اگرم برن مشکل یکی رو حل کنن از این ماشینه؟ از این ماشین نیست، ربطی به ماشینه نداره. ماشینه وسیله است که ما رو ببره. این مرکب، خب این مرکب برای خودش قانونمنده. مثلا اگر سالم باشه میل جنسی هم داره، اگر بیمار باشه میل جنسی نداره. ذهن کوچکترین اشکالی به ذهن وارد بشه میل جنسی قطع، کوچکترین اشکالی به روان پیش بیاد همینطور. قلب مشکل داشته باشه، مغز مشکل داشته باشه، کبد مشکل داشته باشه و همینجوری بخش میشه. این قانونمنده. کسی که سیستم ذهن و روان و جسم سالمه، یعنی پاداش زمینیش یعنی از این موهبت الهی برخورداره. کسی که مشکل داشته باشه برخوردار نیست. حالا شما بفرمایید ببینم که اشکال از این قضیه است در مورد انسان. خود شکن، آینه شکستن خطاست. اگر این طراحی نمیشد، اگر این طراحی نمیشد اصلا من و شما کجا بودیم؟ بله من و شما اصلا وجود داشتیم؟ نه من و شما وجود نداشتیم. بنابراین ما یه مشکل بزرگی داریم، دستورالعمل استفاده. یه ماشین لباسشویی خریدیم، درسته؟ میگه قبل از استفاده دستورالعملش رو بخونید. یه نفر نمیخونه، میاد چیکار میکنه؟ خب همینجوری دیمی پودر میزه توش، دیمی نمیدونم چیکار میکنه، دیمی بعد بهش جواب نمیده. اون وقت میگه کارخونه سازنده بلد نبوده دستگاه بسازه. الان در مورد انسان اینطوریه، انسان طراحش درست بوده. حرف به اصطلاح طراحی نزنیم که نقصی برش وارد نیست، یعنی هر جزشو میبینیم که چقدر هوشمندانه. حالا اگر ما بلد نیستیم باش کار بکنیم، این به اصطلاح تقصیر طراحه.
اگه ما نحوه استفاده از خور و خواب و خشم و شهوت و بلد نیستیم، خب این به خاطر طراحه. لذا موضوعی که در عرفان مطرح میشه یا تو بحث کیفیت نمیاد طراح رو محکوم کنه، کیفیت نمیاد به اصطلاح ماشین رو محکوم کنه که چرا این ماشین اصلا روغن میخواد، چرا این ماشین اصلا نمیدونم فیلتر هوا میخواد، خب چرا انسان خواب میخواد، چرا انسان شهوت میخواد، چرا انسان اینو میخواد، اینا وارد نیست. میخواد بگه که در واقع ما چجوری با این ماشین کار کنیم، این ماشین برای چی اومده. بخور بیا شام و کلو و شربو ولا تستپو، نگفته نخور نیاشام برو، فقط گفته این تعادلشو و بحث ما چگونه رعایت بکنیم، همه منظورها حاصل میشه، همه چیز حاصل میشه و در مجموع قراره این موجود ایجاد کمال بکنه، ارزش افزوده ایجاد بکنه. آیا ارزش افزوده ایجاد میکنه؟ اگر ارزش افزوده ایجاد میکنه، خور خوابش مقدسه، توجه میکنید، میل جنسیش مقدسه، خب تمام مواردش تقدس پیدا میکنه، یعنی میگیم احسن بر اون خالق، احسن بر اون طراح. درست یا درست نیست؟ همینطوره یا نه؟ و میبینیم که تمام این طراحی ها جا به جا شکرگزاری میخواد، یعنی شکر میخواد واقعا به خاطر این طراحی اعجاب انگیز. خب گفتیم که یکی از تعریف‌های عرفان حرکت از ظاهر به باطن. در به اصطلاح دستوراتی که وجود داره در متون مقدس این هست که تقریبا میشه گفت که در تمام همه ادیان هم اشتراکی هست، اینه که وقتی که میخواییم به حریم‌های نزدیک بشیم رعایت‌هایی رو داشته باشیم. مثلا به عنوان مثال فإذا قرأت القرآن فاستعیذوا بالله، وقتی میخواید قرآن بخونید به خدا پناه ببرید، درسته؟ خب حالا میخواییم قرآن بخونیم به خدا پناه ببریم، چطوری؟ خب یک ماجرا اینجا پیدا میشه که چگونه، یعنی همین که بگیم به خدا پناه میبریم شده، خب همین که گفتیم اعوذ بالله یعنی این مسئله اتفاق افتاده شده یا نه، یا خود اعوذ بالله اشاره به یک حلقه است و در اون حلقه و با اون حفاظ میتونیم چیکار کنیم وارد این قضیه بشیم. خب از نظر ما با تجربه‌ای که کردیم در این خصوص دیدیم که هر چی که گفته میشه ظاهری داره و باطنی داره. اعتصم و به حبل الله، حبل الله یه ظاهر اسمی داره یه باطن داره و همینطوری بقیه موارد دیگه همشون یه ظاهر اسمی داره ولی باطن در باطنشه که کار انجام میشه، در حلقشه که کار انجام میشه. و یه تجربه تجاربی هست که وقتی که ما میخواییم یک کارهایی رو انجام بدیم مورد حمله قرار میگیریم. حالا این کارها عمده کارهایی که در جهت کمال انسان هست، مثل فرضاً نماز، حج، روزه، نمیدونم خواندن قرآن، این کارها کارهایی که میخواد یه ذره به کمال ما کمک بکنه فوراً با حملات مواجه میشه، که تقریبا میشه گفت که خیلی از دوستانی که تو این کارها برای یا تو این زمینه ها فعالیت کردن این حملات رو به اصطلاح تجربه کردن. چند نفر داریم؟ خب تقریبا میشه گفت که عمده دوستان این تجربه رو روی بحث حمله دارن، که البته با اون توضیحاتی که داشتیم بدون ضد کمال معنی نمیده، لذا باید به ما حمله کنن تا ببینن که ما چقدر تو این زمینه راسخیم و چقدر پخته هستیم
و چقدر تونستیم شگردهای حفظ خودمون رو، راه‌های محافظت خودمون رو چیکار کنیم، پیدا کنیم. خب خود این یه مسئله است که تو این به اصطلاح در این حرکت، در این رابطه ما تونسته باشیم راه‌های حفظ خودمون رو چیکار کنیم، پیدا بکنیم و به کار ببریم. لذا اونجا وقتی که گفته میشه فاذا قرأت القرآن فاستعیذ بالله، در واقع چیز ظاهری، یه توصیه ظاهری است، اما در عمل همه تجربه کردن اینه که فقط بگیم اعوذ بالله یا به خدا پناه بردم کافی نیست. نمیدونیم، شاید هم برای بعضی کافی باشه، نمیدونیم. ولی در این خصوص خب ما اعتقاد داشتیم و داریم که تمام این مراسم و مناسک و همین ها نیاز به حفاظهایی هست و به اصطلاح فرضاً در یک مراسم مثل مراسم حج که به اصطلاح بسیار حائز اهمیته و ما در جریان اون پیمان بزرگی رو میبندیم و وارد یک فاز جدیدی میشیم و نشون میدیم ما فاز قبلی رو طی کردیم و پیمان یاک نعبد و یاک نستعین رو پشت سر گذاشتیم. این پیمان رو به جا آوردیم، حالا اومدیم پیمان بالاتری رو ببندیم و حالا کاری ندارم دیگه، بعدم به شیطان هم سنگ بزنیم و خلاصه همین کارا. ولی تجربه نشون میده که هنوز گفته نگفته، اگر بدونیم پیمانه، چون خب خیلی ها به صورت مراسم نگاه میکنن و مناسک نگاه میکنن، بریم و این کارا رو بکنیم، برگردیم دیگه رفع تکلیف کردیم، دیگه حاجی شدیم و رفع تکلیف کردیم، به جا آوردیم. اما اصلا هدف مراسم و مناسک نبوده، معرفت ماجرا بسیار عظیمه. بنابراین در همه این قضايا لازم میشه که ما یک اشرافایی داشته باشیم. یک بُعد این اشراف برمیگرده به حلقه ای که حفاظت بکنه. خب و یک مسئله مهم اینه که حالا که قراره حفاظت بشیم، بهتر معرفتش رو هم داشته باشیم، معرفتش رو پیدا بکنیم. حالا که حفاظ داریم، چون دیگه حمله رو میتونیم بشکنیم. قبلا خب معرفتش هم پیدا میکردیم، خب حمله هم شدید بود، ما هم چیزی ممکن بود در اختیار نداشته باشیم. بنابراین یک بُعد اینه که کلن معرفت مراسم مناسک، اون کارهایی رو که انجام میدیم به طور کلی به دست بیاریم و هیچ چیزی رو به عنوان ظاهر فکر نکنیم یک ظاهر کاری انجام میده، باطنه که کار انجام میده. و در وله بعد هم موضوع حلقه ایست که تحت همین این اسم رو در واقع روش گذاشتیم، تحت همین نام اعوذ بالله این حلقه در واقع بتونیم چیکار بکنیم، واردش بشیم، مورد تست قرار بدیم، آزمایش بکنیم، ببینیم که آیا نتیجه داشته نداشته. و حالا گروه های که قبلا این حلقه رو مورد استفاده قرار دادن و تجربه مشخص داشتن که قبلا مورد حمله قرار می گرفتن، گزارش های خوبی میدن که اون حملات دیگه به اون صورت ها اصلا نیست. خب ما هم تست میکنیم، تجربه میکنیم، ببینیم که چطوری میشه. اشاره به یه شعری موضوع بحث قبلیمون رو یه خورده واضح تر میکنه. خواب خورد ز مرتبه عشق دور کرد، آن دم رسی به دوست که بی خواب خور شوی. خواب خور گفتیم که بد نیست. چه موقع بده؟ که ما رو از مرتبه عشق دور بکنه. پس در هر جایی یا در هر مورد بد نیست، کما اینکه همه انسان ها درگیر مسئله مرکب و خواب و خوراک هستند، اون موقع است که بده. آن دم رسی به دوست که بی خواب و خور شوی. چه موقع بی خواب و خور میشیم؟ زمانی که عاشق میشیم. متوجه شدیم چطور شد یا نه؟ یعنی بحث سر خواب و خوراک نیست، بحث اینه که این مسئله ما رو از مرتبه عشق دور میکنه و بعد
در واقع از اون طرفم یک چیزه، زمانی ما به دوست میرسیم که مسئله خواب و خوراک رفته در فرعیات قرار گرفته، در جزئیات مسئله، در حاشیه قرار گرفته. برای یکی الان مسئله خواب و خوراک جزء اصلیات زندگیشه، محوره، خب محوره، محوره وجودش شکمچرونیشه. ولی برای کسی خوردنه فرعیاته، اصل ماجرا، محور وجودش یه چیز دیگریه. یک چیزی میخوره که فقط امروز بکنه فردا. برای چی بکنه فردا؟ برای اینکه محور وجودش پیدا کردن حقیقته، راه یافتن به حقیقته. پس فرق ماجرا در اینه، یک جایی اصل ماجراست، در یک جایی فرعه. در بحث نفس به یک سری نرم افزارهای بر میخوریم. یکیش فطرته. فطرت یک برد اصلی است، یک مادر برد، یک نرم افزار اصلی است که از ابتدا تا انتها برنامه ثابتی رو به ما چیکار میکنه؟ به ما میده. ما در هر کجایی که هستیم این داره اون برنامه ثابت اصلی رو به ما میده. مثل چی؟ مثل اختیار. اول و آخر این ماجرا چیه؟ این بحث اختیار رو فلما فجورها و تقواها، اول و آخر اینو چیکار کرده؟ به ما، یعنی محور اختیار جز اون برنامه های ثابت و دائمی است. فرق نمی کنه این زندگی، اون زندگی، زندگی قبل، همش داره برنامه ثابتی رو به ما میده. مثلا یکی دیگه از این چیزا کیفیت گرایی است. همون که گفتیم یه طرف زندگی بخور نمیر قرار داد برامون، یه طرف گفت که اگه به این درخت نزدیک بشید این میشه اون میشه. ما کدوم انتخاب کردیم؟ اونی که کیفیت بیشتری رو میخواست به ما ارائه بکنه، علارغم خطراتش، علارغم اینی که این پستی و بلندیهاش، ما اون رو انتخاب کردیم، نه زندگی بخور و نمیر رو، زندگی ثابت رو رد کردیم. لذا اینجام این کیفیت گرایی جزء فطرت ماست، جزء مسائل فطری ماست. اگر نبود چی میشد؟ اگر نبود میگفتیم که ما که میمیریم، خب دیگه برای چی؟ چرا 10 سال دیگه؟ خب همین الان ما که میمیریم، چرا نمیدونم برای کباب بخوریم، هم نون خشک میخوریم، ما که میمیریم چرا تو کاخ زندگی کنیم، یک روزنامه میکشیم رومون، یه روزنامه میدازیم زیرمون، خب ما که میمیریم و همینطوری مسائل دیگه ای، ما که الیه راجعون میکنیم چرا؟ مثلا اگر اون نرم افزار نبود، از نظر ارضا شدن اول نبودیم، اول میخواستیم میرسیدیم تموم شده بود، اما این اصلا همون حرکت اول هم دیگه نداشتیم، یعنی هیچی نداشتیم. این تو این کیفیته که کیفیت طلبیه، کیفیت طلبیه که دنبال ارتقا هستیم، داریم اینو میخوایم اونو میخوایم، میگیم بالا کیفیتی، دنبال کیفیتیم و این به ما یک پویایی حرکت داده، پویایی داده. بدون این مسئله ما پویایی نداشتیم. حیوان بر اساس این نرم افزار ثابتی میدونه دنبال چی بگرده. یه حیوان اون صورتی که ما دنبال کیفیت هستیم، دنبال کیفیت نیست، به اون صورت نمیشناسه. به اصطلاح یه حیوان هر جایی رسید، هر جایی تونست اونجا، بله. یه نرم افزار دیگه که اینجا پیدا میکنیم، نرم افزار نهاده. خود نهاد مجموعه است و این مجموعه زندگی به زندگی که داره میاد جلو، این نهاد تجاربمون رو داره جمع میکنه و بخش بسیار بسیار مهمیه. یعنی در واقع تو بحث نفس یه مسئله مهمیه.
و تجارب زندگی قبل رو به اینجا انتقال داده، تجارب زندگی اینجا رو به بعد انتقال میده، از اونجا به اونجا و همینجوری این نهاده که داره تجارب ما رو جمع میکنه. نرم افزاری است که تجارب ما روی اون ریخته میشه. خداوند فرمودن که به درخت ممنوع نزدیک نشو آدم، و یا اینکه زندگی جاودان داره. آیا اون جاودان همین بخور نمیره یا نه؟ نه، زندگی جاودان یعنی مثل خودش. اون بر زندگی بخور نمیر بود، این بر همین زندگی است که اومدیم دنبالش. بخور نمیر نیست، فراز و نشیب داره، پستی بلندی داره، ولی آخر عاقبت به چیزی که میرسیم فرق میکنه با اون چیزی که در اون بهشت ساکن بودیم. اونجا بهشت ناآگاهی بود، ولی اینه که داریم میریم بهشت آگاهیه، به یک بهشتی است که میرسیم و در آن به نفس مطمئنه رسیدیم. بخور و بیا شما، برو بیا، کارت با چیزی نباشه، ما قبول نکردیم. پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نپوشم. حافظ خوب فهمیده در اونجا که چقدر کار خوبی کرده که اون زندگی بخور و نمیر رو قبول نکرده، و در واقع میگه اگه اونا به دو گندم فروختن من به یه جو میفروشمش. اما نهاد اینو حفظ میکنه، تجربه رو انتقال میده. ببینید این نرم افزاریه که اگه بگیم چه تجاربی داریم میگه این آشش، اما اگه بگیم چجوری داری، چطوری آوردی، نمیدونه بگه چطوری آوردم. توجه فرمودین؟ یک آرشیبی داریم که اون اصلا میدونه چه خبره، این نمیدونه، این فقط میگه که شما این تجربه رو دارید. از کجا به دست آوردیم، چجوری به دست آوردیم، نمیدونیم، هیچ اطلاعاتی در اون ثبت و ضبط نیست، ولی میدونیم که نهادی که اینجا اومده یه چیزایی رو آورده با خودش. حالا بعد خوبه گر جان بدهد سنگ سیاه، لر نگردد با تینت اصلی چه کند، بعد گوهر افتاد. آیا وجود داره انسان هایی که توی یه مقطع دنبال کمال نبودن بعد تو جهان؟ بله، این کاملا قابل جبرانه. یکی از اصول لاینفک این قضایا جبرانه. جبران اگر نبود یک مرحله می افتادی دیگه تموم شده بود، دیگه نمیتونستی هیچ وقت خودتو برسونی. ولی آره، ولی در واقع جبران اصلی است که مثلا فرض کنید یه نفر با نهاد ضعیفی اومده اینجا میتونه جبران کنه. خب اینو خیلی داشتیم، خیلی مسائل از هور نمیدونم، حالا البته بازم نمیتونه بگه اونا این نهاد آیا واقعا اومدن ضعیف بوده، ولی به هر حال هور نمیدونم، پولس نمیدونم کی، این چیزای کسی که تاریخ داره میاد احتمالا خیلی هاشون با نهاد ضعیفی اومدن، ولی اینجا تونستن چیکار بکنن؟ اینجا اومدن جبران، تونستن جبران. خیلی هم با نهاد قوی اومدن، یعنی از همون دوران بچگی، یعنی از بعد به تولد مشخص بوده که اینا نهادشون قویه، با معلومات بودن، با سواد اومدن. بله، مثلا این موارد رو با این تئوری ها، با این صحبتی که میکنیم، اون وقت مشخص میشه که چطوری نمیدونم فرض کنم این اتفاقاتی افتاده. یه عده سواد زیادی رو با خودشون آوردن، دردم شکوفا شده، بی عدالتی رخ نداده. یعنی اگر بیایم بگیم که خب خدا یه کاری کرده این در نمیدونم گهواره سواد داشته باشه، خب اعتراض هممون چی میشه؟ اعتراض هممون بلند میشه که پس چرا به ما نداده؟ مثلا توی یه تفکراتی این هست که خداوند دوست داشته به یکی ارتباط خاصی داشته باشه، اینجوری نیست که. پس عدالت چی میشه؟ حکمت چی میشه؟ ما اگر که به این نقطه نظر برسیم که دل به خواهیه، همه چیز از بین میره. اصلا اگر به این نتیجه برسیم که دل به خواهیه، اولا ارزش اون عده از بین رفته، خب یعنی ارزش وجودیشون از بین رفته. یعنی ما بیایم بگیم که التفات مثلا خداوند به ائمه، به انبیا، به اینها دائمی بوده، دل بخواهی بوده، خب ارزش وجودی اونها از بین میره دیگه. اینه که اونها خودشون یک مایه‌ای داشتن، اولا از بین میره.
ثانیاً ما ناامید میشیم، میگیم که خب التفات به اونا بوده، به ما چه مربوطه دیگه. ما هم چیکار میکنیم؟ ول میکنیم، رها میکنیم. اما توی این تفکر میبینیم که اینجا دنبال میکنیم سواد زندگی بعد استفاده میکنیم، همینجا البته مستفیض میشیم، استفاده میکنیم، راحت تر میشیم، آرامش بیشتر میشه، نمیدونم آگاهی بیشتر میشه. آگاهی بیشتر بشه انسان راحت تره، خب کمتر زجر میکشه، تضادش کمتره. یعنی میگن که هم به درد دنیا میخوره هم به درد آخرت میخوره این ماجرا. این مسئله که بازبینی بکنیم، بیایم این نرم افزارا رو بشناسیم، اونجا به اون بحث عدالت و اینا هم دوباره کمک میکنه. متوجه میشیم اصلا در هستی چیز دیمی و چیز دل بخواهی و اینا وجود نداره. درست خداونده و قادره، اما کار دل بخواهی به این معنایی که ما فکر میکنیم ایکی خوشش بیاد، آخه چرا باید ایکی خوشش بیاد؟ چه دلیلی داره؟ اگر خوشش بیاد که خوشش میاد، عاشق همه است. یعنی هیچ فرقی یعنی بین کسی میذاره؟ خب فرق نمیذاره. بنابراین همه تا آخرین لحظه لاقل توی این مقطع در مقابلش یکسانن. فرق نمیکنه هیتلر و اسکندر و فلان و میسار، مگر رحمتشو نذاشته بر اون عام؟ تا لحظه موعود ستار العیوبه، عیب ها رو پوشونده، نمیدونم چیکار کرده، نمیدونم همین مسائل شامل همه کرده. کی گفته که من اونجام که گفته من یشاو اینا که توضیح دادیم، باستابه، اسمش میاد تو لیست، نه اینی که در واقع دل بخواه باشه. بنابراین ما یک موقع ممکنه این صحبتهای بکنیم ضمن که به عدالت خدا اعتقاد داریم، ولی عدالتش رو زیر سوال ببریم، یعنی به اصطلاح دین مطلب رو ادا نمی کنیم و به طور غیر مستقیم در واقع نشون میدیم که عدالت نیست. این مقطع یا هر مقطعی رو اگر اومدیم ببینیم دیگه، اومدیم تجربه کنیم. اگر یک جا هم در زندگی موازی، در جانهای موازی این مقطع رو جهش کردیم، خب شما هم کردید، ایشون هم کرد، همه کردیم، یعنی در به اصطلاح بحث کلی قضیه رو که نگاه بکنیم چیزی جز عدالت وجود نداره. خب حالا موضوع سر اینجاست که کسی که اومده، یه قانون داریم، کسی که آگاه میشه خود به خود آگاهیش براش رسالت میاره. اینم قانونه. چجور چیز میاره؟ شما ببینید که اینجوری هست یا نیست. امکان نداره آگاهی ایه حدی عبور بکنه، ایه حدی بگذره، شخص ساکت بشین، محال ممکنه، مگر اینه که واقعا اون آگاهی کاله، یه چیزایی میدونه ولی کاله. امکان نداره مثلا کسی یه سری چیزای دستش بیاد بعد بتونه بگه نه من ندیدم، نه من نشیدم، نه من. بنابراین اصولا آگاهی مثبت رسالت میاره، شبکه مثبت، اتصال، اینا همش رسالت میاره و چیز میاره. و آدم آگاه از یه حدی آگاهیش بگذره، خواه ناخواه دیگه نمیتونه جلو زبونش رو بگیره، دیگه نمیتونه آروم بشینه. و احتکار تو بحث اطلاعات مثبت همونطور گفتیم احتکار نداریم. اونم که گفته شده آنان که اسرار حق آموختند مر کردند و دهانش دوختند، گفتیم اشاره به منصور حلاجه که تا اومد اسرار رو بگه که چی فهمیدم، گرفتند و دهانش دوختند، نمیتونه جلو دهانشو بگیره. به عقلش میرسید، میدونست که در واقع بگه چی میشه، ولی نمیتونست جلو دهانشو بگیره. میدونست که مردم ناآگاهن، رشته امورشون هم دست افراد ناآگاهه. خب عیسی مسیح علیه السلام هم میدونست. کی نمیدونسته؟ همه میدونستن،
نه در طول تاریخ همونه که حرف زدن، اونه که اومدن آگاهی دادن. همه انبیا، خب همه نمیدونم بزرگان، همه اونا مگه نمیدونستن که جوابشون چیه، با کی طرفن، چه پاسخی میگیرن؟ میدونستن. چه رو که در اون چیز که اسرار خلقه، که اینه که عیب های خلق جز چیزه، جز اسرار الهیه، جز اسرار الهیه. اون اسرار الهی خودش گفته که من حفظش کردم، بنابراین در اختیار کسی قرار نمیده مگر یک کسی به اون دسترسی پیدا بکنه از طریق شبکه منفی. خب بعد بله، جز اسرار الهیه، اسرار الهیه. کی چی کار کرده؟ جز اسراره، جز اسرار الهیه. خب بنابراین به طور کلی کسی که آگاه میشه و آگاه، رسالت برش واجب میشه، برش میفته. انا جعلنا من کل امتن رسولن، و میبینید که ارزن برای همه امتها گذاشته شده. چجوری گذاشته شده؟ یعنی قانونی که فرد خودش میره دنبالش، با آگاهی میرسه، آگاهی که پیدا کرد مکلف میشه. در تمام مراحل وقتی میگیم جبران، یعنی خب ما ممکنه از این مرحله به مرحله بعد، خب خیلی ها از اینجا که رفتن مرحله بعد دست خالی رفتن، خب دست خالی رفتن. ما توی این تجربه یه تجربه خیلی خوبی داریم، توی این تجربه تشش و دفاعی، یک سری از کاربودهای ذهنی که به هر حال سالها در چیز بودن تقاضای کمک میکنن. برخورد کردید یا برخورد نکردید به این مسئله؟ یعنی به گونه ای به ندامت رسیدن، به گونه ای متوجه شدن که اشتباه کردن، به گونه ای متوجه شدن که در واقع وقتشون تلف شده. چقدر داریم؟ بنابراین مسئله اینجاست که اگر جبران نبود چی میشد؟ هیچی، اصلا هیچ چیزی حاصل و عاید نمیشد، یعنی میشد حلقه ناامیدی، حلقه ناامیدی میشد دیگه، یعنی تموم شد، تموم شد. یه فرصت داشتی از دست دادی، خونم بالاخره همه فرصتشون رو حتما از دست میدن. امکان نداره که تو این چرخه بیم بالا بلندی فرصتهای از دست ما نره، ولی در اصل این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست و این حلقه حلقه ناامیدی به اصطلاح نیست. میایم به نرم افزارهای دیگری میرسیم که مکتب مقدس دوباره برای خودش تعریفایی داره. مثلا اینجا میایم نرم افزار ناخودآگاهی، نرم افزار خودآگاهی، اون نهاد برنامه‌شو میاره. حالا اومدیم اینجا هم نرم افزار مختلفی داریم، نرم افزار ناخودآگاهی، نرم افزار خودآگاهی. نرم افزار ناخودآگاهی برنامه هایی رو میپذیره که اون برنامه ها قراره در تمام طول زندگی ما رو همراهی کنه، و ما اگر این نرم افزار رو نداشتیم ببینید چه اتفاقاتی میافتاد. خب بخش های مختلفی توی نرم افزار ناخودآگاهی هست که قبلا اشاره کردیم. مثلا یکیش بحث اتوماسیون بود، یعنی کارهایی که ما انجام میدیم و به اصطلاح مدام اونو تکرارش میکنیم، مثل رانندگی، مثل تایپ، مثل نمیدونم خیلی از کارهای ما مینویسیم، همین یاد گرفتیم بنویسیم. یه جایی ما اومدیم برنامه‌شو به حافظه ناخودآگاهی دادیم، الان دیگه تونتون چیکار میکنیم؟ مینویسیم، میخونیم. اگر این نبود میبایستی حافظه خودآگاهی ما یا نرم افزار خودآگاهی ما می اومد میگفت خب این چیه؟ بگیم آه، خب این آه، بعد بعدش چیه؟ خب مراجعه میکرد و چیز میگرد میگفت به، بعد یا اگر رانندگی میکردیم میباید فکر میکرد، خب فکر میکرد که حالا الان چیکار باید بکنم؟
بعد باید اینو منطقا پیدا میکرد که خب حالا بایستی گاز، ترمز، کلاس، پلا، مثال یا تایپ میبایستی مثل همون روز اولی که تایپ یاد گرفتیم همش همجوری بود، یعنی زندگی ما مختل میشد. شما حسابشو بکنید که همه رو میدید تو خیابونا دارن چیز میکنن که الان چیکار کنم، الان چی میشه، باید چیکار کنم، سوار ماشین میشم، در ماشین چطوری باز میکردن، خود در ماشین رو چجوری باز میکنم، ما الان میریم در ماشین باز میکنیم، چش بسته که کلیدو میندازیم توی درش باز میکنیم، ولی اون دیگه ما اصلا لحظه به لحظه ما فکر میکردیم که راستی این دره، این که قفله چجوری باز میشد. شما الان حسابش بکنید که چه منظره خنده‌داری پیدا میشد اگر به اصطلاح این نرم افزارها نبودن چطوری میشد. خب این در مورد اعمال ما، اما در مورد افکار ما، رفتار ما، اینها همش ما چگونه فکر کنیم. یه چیز اولیه به ما دادن، یه چیز اولیه رو اونجا پایه‌گذاری کردن که بله لاجیک، منطق، باید انسان منطقی باشه. خب فیزیک، متافیزیک نیست، حالا یا بعضی ها هست نمیدونم، این هست، این هست، دستورالعمل کلی رو دادن، چی هست چی نیست کلی رو دادن. اون کلیاتو من مردم یا زنم، پسرم، دخترم، همونه که توضیح دادیم قبلا، اینو دادن. حالا یه کسی پسر خودشو دختر میدونه، یعنی نرم افزاره میگه نه تو دختری، یه کسی نمیدونم بالعکس، اینا هم اینا رو کماکان توضیح دادیم. کلیات چه چیزی هست چه چیزی نیست اونجا موجوده، مادربرد اینجاست در واقع. حالا من وقتی وارد میشم نمیدونم اون بیماری های نرم افزاری تو اینجا نمیشتن، اگه باد کولر بهت خورد سرما میخوری، اگه اونجوری شد اینطوری میشی، اگه فلان شد بیسار میشی. خب بعد و خوبشو هنر ما بوده، هنر نسل قبلی بوده که چجوری برنامه ریزی بکنن و ما الان داریم تاوان پس میدیم، تاوان این که والدین ما بلد بودن این برنامه‌شو بنویسن یا بلد نبودن. الان ما هم همون کارا رو کردیم، همون برنامه ها رو عیناً کپی کردیم و داشتیم نوشتیم روی نسل بعدی. خب یه جایی یاد، شاید یه جایی نه چندان دور یاد بگیریم که این برنامه نرم افزاری اونا رو چطوری باید بنویسیم. خب و نرم افزار خودآگاهی روی تصمیم گیری ها تفکرات ما، خواسته های ما، ایدئال های ما که نیاز داره ما تحقیق و بررسی بکنیم چه کار میکنه و اونو سر و سامان میده و ما فرصت داریم ضمن اینکه اتوماسیون و کارهای مسائل مختلف تکراریمون خود به خود دیگه ما وقتی صرف نمی کنیم. اون چیزی که تجربه کردیم انجام دادیم انجام میشه. مثلا اگر این بخش نبود مهارت هم معنا نداشت. مهارت ناشی از چیه؟ ناشی از برنامه‌ای است که چه برنامه‌هایی است که ما به ناخودآگاهی دادیم. مهارت یعنی کسی که تونسته ناخودآگاهیش رو چیکار کنه؟ برنامه‌ریزی بکنه. یعنی این چشم بسته داره یه کاری رو انجام میده که یه نفر دیگه با چشم باز و با دقت اونا نمیتونه انجام بده. چشم بسته یه کار انجام میشه که واقعیتش یه نفر دیگه با چشم باز و نمیدونم همه این دقت ها نمیتونه اون کار انجام بده. اون چیکار کرده؟ برنامه‌شو به حافظه ناخودآگاهی چیکار کرده؟ داده. بعضی چیزا از خودآگاهی به ناخودآگاهی میاد. مثلا شما الان یه کاری رو میرین شروع میکنید، میرین مثلا در یه خط تولید یه قطعه رو توی قطعه جا بدید. خب روز اول دستتون تون نبود اصطلاحا، بعد از یک ماه کار کردن شما که دستتون تو این کار میدونم تو بسته بندی فرض کنید تو مثلا بسته بندی روز اول با چیز میاد، ولی روز آخر تون شما که نمیدونم این بسته بندی رو بعضا انجام میده، تو این خط تولید اون کار داره انجام میده. خب در واقع با کاری که کردیم
تمرین رانندگی بوده، تمرین خلبانی بوده، تمرین نمیدونم چی بوده، میگیم تمرین. اینا برنامه‌شو در واقع میدیم به ناخودآگاهی. بعداً با چشم بسته این کار انجام میشه، در حالی که روز اول با چشم باز هم قادر نبودیم انجامش بدیم. این مهارت اینجا توی این نرم افزار چی میشه؟ در واقع انجام میشه. حالا هر کدوم حافظه های خاص خودشونو دارن. مثلا روز اول توی برنامه تایپ ما با این انگشت چه حرفی رو میزنیم جاش میاد اونجا دیگه. بعدا خودش این انگشت رو بدون اینکه ناخودآگاه ما چشم داشته باشه یا ما بتونیم ببینیم، خودش هدایتش میکنه به سمت اون کلید و بدون دیدن چی میشه؟ فعالیت تایپ به اصطلاح انجام میشه. یه سری برنامه ها رو محیط روی ما وارد کرده، از بعد به تولد اومدن روی ما، اونا پیاده کردن. یا ما خودمون از دوران کودکی طفل بودیم، یه چیزایی رو کاری رو انجام دادیم، این رفته اینجا، یا چیزایی رو شنیدیم رفته اینجا. بعدش هم دیگه خودمون داریم اینو میریزیم. شما وقتی میدید یه چیز رو یاد میگیرید، خب در اون چیز مهارت پیدا میکنید، در واقع اونو از خودآگاهی به ناخودآگاهی چیکار کردین؟ منتقل کردین، ارسال کردین. این شده مهارت. خب این مهارت از جوشکاری، از نمیدونم خیاطی، از همه چیزها. توجه میکنید مثلا این نونوا نگاه میکنید، خب این میبینید که این نونوا، این شاطر مثلا تونتون داره چیکار میکنه؟ این نونا رو میچسبونه. حالا اگه بگن که آقا تو بیا انجام بده، ما بریم اونجا، خب میبینید که اصلا قادر نیستیم این کارو انجام بدیم. و اون در حالی که اون کامل چشم بسته اون کار رو چیکار میکنه؟ انجام میده. من عقلانی یا من کمی در واقع منی است که کمیت‌های هستی رو شناسایی میکنه. هستی چند رو داره؟ دو رو. یک بُعد کمیتی داره، یک بُعد کیفیتی داره. حالا اینها برای اینکه بُعد کیفیتش درک بشه، برای خودش باید یه سری مسائل داشته باشه، برای اینکه بُعد کمیتیش مورد شناسایی قرار بگیره یک سری مسائل دیگه. حالا برمیخوریم به تعداد به اصطلاح زیادی نرم افزار. هر کدوم از اینا رو که میگیم، اینا در واقع مجموعه نرم افزاری است که هر کدومشون قابلیت های بسیار خاصی دارن. مثل نرم افزار شناخت یا عقل شناختی هست، یا اسمشو بذاریم که نرم افزار شناخته. کارش جمع‌آوری اطلاعات، کارش شناخت اطلاعات. این اطلاعات از طریق سنسورهای مختلف، سنسورهای فیزیکی، ذهنی، فرازهنی، اطلاعات داره جمع میکنه. اطلاعات فیزیکی خود چشم ما میبینه، تمام اون چیزا رو که میبینه تبدیلش میکنه به اطلاعات. ذهن ما، اگر این برق روی سر ما 50 بار در ثانیه خاموش میشه، ذهن ما اینو میفهمه و اینو داره برای خودش ثبت و ضبط میکنه. اطلاعات فرازهنی سنسورهای خاص خودشو داره. مثلا ما آگاهی چطوری میگیریم؟ یک رنگهایی رو دیدیم که روز کره زمین ندیدیم. چند نفر این تجربه رو دارن که رنگهایی دیدن که روز زمین وجود نداره؟ خب دیدیم. اینه که ما رنگی دیدیم که روی کره زمین وجود نداره یا در محدوده یه فرکانسی که ما میشناسیم نیست، از کجا تشخیص دادیم؟ خب اطلاعاتش اون گرفته. یک بخش از مغز که تا امروز فعال نبوده، اون بخش از مغز رو فعال کرده، بعد به ما خبرش داده شده. یعنی ما قبلا این بخش از مغز وجود داشته ولی تا این لحظه استفاده
نکرده بودیم. اینه که میگن ما از 1% بیشتر مغزمون استفاده نمی کنیم، چون خیلی چیزا هست. خب مثلا شما الان تو این سیر و سفرها و آگاهی‌ها و مثلا چیزایی رو برخورد میکنید که تعریف زمینی نداره، ولی چجوری ترجمه شده به زبان فیزیک، به زبان که ما تونستیم بفهمیم؟ یک بخش از مغز فعال شده، خب اون بخش از مغز اونو به زبان فیزیک برای ما ترجمه کرده. خیلی از حالتهای ما، خیلی از مسائل ما حالتهاییست که مغز فعال شده، فعالیتی که قبلا نداشته الان بهش رسیده، ولی همه اینا در ما تعبیه شده. یعنی چیزی نیست که اتفاق بیفته مغز قابلیت ترجمهشو نداشته باشه، تعبیه شده اما غیر فعاله. مثل اونه که روی این کامپیوتر ما برنامه های زیادی ریخته شده اما ما یکی دوتا برنامهشو بیشتر استفاده نمی کنیم، نیاز نداریم، خیلی برنامه روش داریم ولی به دردمون نمیخوره، یا ما بلد نیستیم ازش استفاده کنیم یا به کارمون نمیاد. اگر همه به یک میزان دریافت نمی کنن، به خاطر اینکه به یک میزان اشتیاق ندارن. اون من کیفی رو راجبه صحبت کردیم، اون من کیفی از این ور میره برمیگرده، سنسورهایی میگیرن، انتهاش به مغز میرسه، مغز فعال میشه. اگر از این ور نره، از اون ورم نمیاد، مغزم کاری نداره چرا فعال بشه. بنابراین اگر یه رنگی رو دیدیم که رو زمین نبوده چجوری دیدیم؟ از این ور اون اشتیاق ما رو به بالا وصل کرده، حالا بالا این که نیست، ولی برای اینکه بحثمون رو با هم چیز کنیم داره میگیم بالا و پایینی که دیگه الان میدونید که نیست، درون و بیرونی نیست، بالا و پایینی نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. ما بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. ولی حالا برای اینکه با هم بهتر چیز کنیم، ارتباط کلامی داشته باشیم، از این چیزها استفاده میکنیم. ما از اینجا رفتیم به بالا، بالا اومده اینجا یه رنگی رو آورده که ما قبلا ندیده بودیم. خب انتهای قضیه باید اینو بخشی از مغز ترجمه کنه، خب بخشی از مغز بگه این رنگم هست، حالا تجربه هم نداریم، قبلا هم ندیدیمش، نامگذاریش هم نمیتونیم بکنیم، میاد اون بخش از مغز رو فعال میکنه و بعد از اون در واقع این دیگه مورد استفاده قرار گرفته و برای مراحل بعد دیگه تو مداره. خب اینطوری شده، نه اینه که اشکال هم مغز باشه، مغز بیچاره تقصیری نداره، از اون ور باید چیزی بره که از این ور برگرده، حالا اون ترجمهش کنه. آیا رفته برگشته و این ترجمه نکرده؟ یعنی تموم شده دیگه، ببینید هفت شهر عشق مراتب و مراحلی است که تازه بابی گشوده بشه، در کمالی باز بشه، بعد خود کمال دیگه تا بی‌نهایت ادامه داره. یعنی اینا مرتبه است، مثلا وادی طلب بری به وادی فلان، خب اینا یعنی اینا رو طی میکنه که میخواد چی بشه؟ میخواد تازه دنیای کمال به روش باز بشه، درستی یا نه؟ یا درست نیست؟ کمال که نهایت نداره، تازه متوجه میشه که بابا قضیه از چه قراری هست. این به این صورته، مثلا فرض کنید خود ما این کارو که میکنیم برای چی داریم کار میکنیم؟ چی شده مثلا تا الان چی شده؟ فونداسیون، همون دیگه گفتیم تازه داریم فونداسیون میریزیم، هنوز داریم این اینجامونو اینجوریش میکنیم، اونو نمیدونم چیکار میکنیم، این بیرونزی رو میکنیم، اینجا این حفاظ رو میگیریم، تمام این کارا رو میکنیم که چی؟ که تازه یک کلیتی دستمون بیاد، بعد بگیم خب حالا من میرم دنبالش. یعنی هنوز خبری نیست، هنوز تو این چند ترمه میخوام بریم به کلاس بی کلاسی برسیم. کلاس بی کلاسی یعنی اونجایی که من دیگه مثلا یاد گرفتم با این قلاب ماهیگیری، اول بلد نبودم حالا یاد گرفتم چجوری بندازمش اونجا، این واسم این ماهی رو مثلا بگیرم یا این تو رو یا هر چیز دیگه، یا چجوری نحوه اون کاری که میخوام انجام بدم و یاد گرفتم، فهمیدم که اصلا چی میخواد بشه، ولی الان ماهی که نگرفتم که.
تازه اصول ماهیگیری رو، تازه اصول این شکار رو چیکار کردم یاد گرفتم. ما تازه میخوام بگیم که آقا اشکالمون رو در رابطه با زمان فهمیدیم چیه، باید همفاز با زمان باشیم، همفاز با فلک باشیم. خب هم به اصطلاح ماجراهای رو یاد بگیریم، نمیدونم اینجاش اون نمیدونم انرژی ذهنمون رو چیکار کنیم، اونو چیکار کنیم، اینو چیکار کنیم، بگیم خیلی خوب حالا من فهمیدم، رفتم که ببینم چه میکنم، ببینم چه میکنم. خب حالا یکی از بیرون میاد، اینو بارا گفتیم، فکر میکنیم مثلا الان بیاد مربی ما رو ببینه، الان ما یه عارفی مثلا روبرو میشه، نمیدونم اگه کلاس هفت میگه آقا کلاس هفت شما. خب مثلا تصورات اینه که الان دیگه ما تمام دنیای عرفان رو در نوردیدیم، دیگه الان حوصله اونم سر رفته، نشستیم که چیکار کنیم، در حالی که هنوز شما قبول دارید دیگه داریم رو هم فونداسیون ما تازه در این دوره تششون منفی 4 رو مثلا کنترل تششون منفی 4 رو که درگیرمون کرده گرفتتمون، حالا نمیدونم چند نفر تجربه کردن روی مسئله، چقدر گرفتار بودیم؟ خب وقتی گرفتاریم کجا میتونیم بریم؟ باید این گرفتاری ها رو چیکار کنیم؟ اینا رو قیچی، اینا قیچی بشه، نمیدونم اینا، بعد یه جایی بگیم که خب یه خورده آزاد شدم، حالا که آزاد شدم، خب حالا که آزاد شدم خیلی خوب، من رفتم که ببینم چه میکنم. ایشون میگه رفتم ببینم چه میکنم، یعنی میشه آتش به اختیار، همون کلاس بی کلاسی یه چیزایی میاد، ما باید اون چیزا رو بگیریم، یه چیزایی همینطوری در واقع دیگه هر کسی به فراخور علاقمندیش این تور رو بندازه و ببینیم چی میگیره. یه کسی هم اصلا توره رو جمع میکنه میذارش خونه و نمیدونم هیچی، یکی نه میره دنبال اینه که بتونه به هر حال ما حاصل خوبی از این صید و شکار آگاهی ها داشته باشه و برای خودش محصلی به دست بیاره. آیا ما بدون تعریف این فونداسیون میتونستیم حرکت کنیم؟ هرچی میم بالاتر متوجه میشیم که اینم میواز میشده. بنابراین بدون فونداسیون هیچ ساختمانی رو نمیشه ساخت. اگر بسازیم یه دفعه میبینیم که یه دیوارش ترک خورد، اینجوری شد فرو نشست و حتی یک موقع خطرات چیزی هم داره. حالا اگر هم خطری نباشه، یک کوچکترین لرزه‌ای، زمین لرزه اتفاقی بیفته، ساختمانی میاد پایین، درست شد؟ خب بنابراین اینقدر بحث کار روی این فونداسیون اهمیت داره. اونجا هفت شهر میخواد بیاد این فونداسیون رو بسازه و تعریف بکنه، منتهای مراتب در اون ساخت هفت شهر بحث اینه که شما دارید حرکت میکنید، فرده، تمام قضایاش فردی میشه. خب یعنی تمام قضایاش شما کمکی نمیدونم، اونجا صحبت از حلقه جمعی و فلان اینا رو من نشنیدم، نمیدونم اونجا ظاهر قضیه اینه که همه دارن میرن اون طرف، رفته فردی متاثر شده، میگیم چه کردی؟ میگه من از 7 وادی گذاشتم، یکی میگه من از 10 تا، یکی میگه 100 تا، یکی میگه 100 تا مرحله 10 تایی گذاشتم. میدونید که نظرات مختلفه، این استاندارد نیستین 7 تا. بنابراین وقتی میرسی میری با خدا به صلح میرسی، فنای فلا میگه خیلی خوب احسن آفرین، اما خب حالا میدونی چیه؟ تنها اومدی، چون تنها اومدی خب فقط خواستی خودتو نجات بدی، تو فقط به فکر خودت بودی، ما اومدیم با تو به نتیجه رسیدیم، تو داری به ما میگی که فقط به فکر خودت بودی، میگه خب حالا بد نیست ولی برو با بقیه بیا بالا. بله دیگه، با به هر حال فنای فلا یعنی دیگه تموم،
همه چیز با خدا حل شده. بعد تازه میگه که خب بد نبوده، ولی حالا برو با بقیه بیا. حالا با بقیه بیاد میبینه که ای داد بیداد چجوری. لذا خیلی ممنون، خیلی متشکر. لذا فنای فلخلق خب میگه حالا برو در مردم محو بشو. خب حالا برو ببینیم میتونی با مردم تو مردم هم حل بشی، میتونی با مردم به توافق برسی، به مصالحه برسی و اون صلح با دیگران رو چیز بکنی و به مقام صالح شدن برسی. حالا بعد میبینی که اصلا اون کاری که کردی هیچ بوده. یعنی بینه ببخشید، مثلا اگه بخوایم نسبت بگیریم، مثلا اگه بگیم فنای فلا اینقدر کار برده یا اینقدر چیز داشته، فنای فلخلق میبینیم که ماجرا بسیار مفصله. لذا توجه بکنید توی یه دیدگاه میاد میره اینو میرسه میرسه به فنای فلا، بعد بر میگرده توی این دیدگاه. گفتیم چرا بریم و برگردیم؟ خب ما که میدونیم خانه اصلی اینه، و از همون روز اول خانه اصلی رو بندازیمش اول بندازیم. چرا بریم تا آخر که بخوایم از آخر برگردیم بیایم دوره روز از نو روزی از نو شروع کنیم؟ از همون اول با دل خلق حرکت رو بکنیم، فنای فلخلق رو از ابتدا داشته باشیم. این شده که یه دفعه فرادرمانی و نمیدونم این ماجرایی رو که پیدا کردیم، این بازی ها که واقعا بازی بوده، برای این بوده که از اول تنها نباشیم، مجبور باشیم. بالاخره به بهانه تشش و دفاعی شده، به بهانه نمیدونم فرادرمانی شده، به بهانه های مختلف، بالاخره یکی بغل دست خودمون داشته باشیم، سر اونو نندازیم پایین بریم بشینیم توی قاری، نمیدونم بریم بشینیم یه جایی. الان هممون ببینید یه جورایی بندیم، درست یا نه؟ هممون یه جورایی یکی دو نفر تشش و دفاعی چیزی درسته. یعنی دست همه یا پای همه بند شده، هیچ کس آزاد نیست. حتی میخوا به جمعی یکی رو وصلش کردی درسته؟ حالا اونم خواب و چیز و نصف شب زنگ میزنه درسته؟ تا میای بگی که فلان، میبینی که دو شب زنگ زد، آقا من اینجوریم، من فلان شده، ال شده. تا میه روز چیز کنی به جنبی، یکی رو میارن تا هر ساعت. لذا شما به طور غیر مستقیم زنجیر دیگران رو چیکار کردین؟ به پاتون بسته شده، امکان حرکت فردی رو ما ازتون به طور غیر مستقیم گرفتیم. تا میخوای بگی که خب تنها باشیم، خب خیلی راحت میتونیم، راحتتر میتونیم بریم، حالا که اتصال داریم، دام چی داریم. ولی در واقع این موضوع نمیذاره اون چیز رو داشته باشیم، جدا از دیگران بپریم. لذا همواره این موضوع ما رو ماهات کرده و گرفته و خلاصه درگیریم و مجبوریم به دیگران هم فکر بکنیم. و بعد یه موضوع مهمه که دستگیرمون شده از این راه گذر، موضوع مهمی که دستگیرمون شده اینه که یک موضوع مهمی رو متوجه شدیم، همه گرفتارن، همه دردمندن، به عبارت دیگه اگه اجازه بدین من بگم همه بیچارن، همه درماندن. ببینید یک مسئله است. و بعد به گفته های به تفکر عیسی مسیح علیه السلام میرسیم که در واقع به این دردمندی و قابل ترحم بودن همه انسان ها تأکید داره، که همه انسان ها قابل ترحم هن. خب نمیدونیم، بعد میگیم چطوری همه قابل ترحم هن؟ ولی وقتی میام میریم تو دل مردم، میریم تو دل نمیدونم قدرتمندش، میبینیم از درون چه مشکلات و پیچیدگی ها و قضایایی رو که داره، چه جهنمیه. میریم تو دل اون اینطوریه، تو دل چرا؟ این چرا چراییست که قراره اگر نبود چی میشد؟ اگه نبود چی میشد؟ ما به هم نزدیک نمیشدیم،
یکی از چیزهایی که یکی از مسائلی که ما رو به هم نزدیک میکنه اشراف. ببینید یکی از چیزهایی که نهایتاً ببینید یک رمز بزرگی که به ما کمک خواهد کرد در بحث مصالحه با دیگران حتی اگر ظالم باشن ها، یعنی به تفکر عیسی مسیح علیه السلام میرسیم که میگه حتی برای اونها هم دعا بکنید و طلب خیر داشته باشین. خب من خودم یه روزه برخورد کردم سال قبل رو نمیفهمیدم که اصلا فکر میکردم که خب اینا یه دیدهاییست که یه خورده افراطی میخواد رومانتیک عمل بکنه مثلا، ولی یه نقطه نظری که هست که اون دید هست که کمک میکنه این قضیه انجام میشه، نه هیچ دیده دیگه. اون دید دردمندی و قابل ترحم بودن این موجوده که هر جایی باشه در هر کجای قرار گرفته باشه به اصطلاح درمانده است، قابل ترحمه و باید مورد ترحم قرار بگیره. این دید یک بخش قدرتمندی است که وقتی ما به ادراکش نزدیک شدیم میتونه خیلی کمکمون کنه. در غیر این صورت دو تا چهار تا و خب این که ظالمه، اون که فلانه، این که بیزاره، خب بالاخره هر کسی یه چیزی داره که مورد ترحم قرارش ندن، یه چیزی هست، یه دلیل و بهانه ای هست که به این دلیل اونو مورد ترحم قرار ندن. ولی ادراک این موضوع و ادراک مسائل دیگه ای هم که حالا تو این رابطه هست، مثل نمیدونم تن واحد و غیر و همین ها، بحث جان و بحث جانان و بحث های بسیار زیادی، اما همین ها میشه، همین صحبت ها میشه، جان و جانان و همه رو درک میکنیم، ولی آخر قضیه تا این درک رو نگیریم که در واقع انسان قابل ترحمه، یه چیز قضیه لنگه، یک موضوعی به اصطلاح کم و کسره که ما لازم شده به میان مردم بریم، خیلی نزدیک بشیم بهشون، اونقدر نزدیک راحت درد دلشون رو برای ما بگن، و بعد وقتی میریم اون جلو، میریم نزدیک میشیم، میریم صحبت میکنیم، میبینیم که بله موضوع دردمندی است و خلاصه آماده میشیم برای اینه که اون مصالحه نهایی رو انجام بدیم و به مقام صالح شدن نزدیکتر بشیم. کنترل تجمع منفی 4 هم جزء طلب خیره. خب جزء طلب خیر و شفاعت، این شفاعت دیگه، به اصطلاح اجازه شو داده. خب اجازه شو داده، خودش داده در قبال حلقش، و کی میتونه بدون اجازه او یه کاری رو انجام بده؟ بنابراین خودش گفته در واقع از این حلقه ها، این حلقه های رحمانیت در اون حلقه ها، و خودش گفته طلب خیر کنید، ما هم داریم طلب خیر میکنیم، بنابراین اجازه نمیخواد. خب در مورد شجره ببینید، زمانی که بحث لا تقرب هذا الشجره پیش اومد، مکان رو به پامون بستن، گفتن اسکن هذا الجنه، در اینجا ساکن شو، اما خبری از زمان نبود. معلوم میشه که مکان رو زودتر از زمان به پامون بستن، و بعد ناظری که در لازمانی داره نگاه میکنه چجوری میبینه؟ خب حالا ما بیام من خیلی مختصر میگم خدمتتون، یه بخشش رو میگم، فکر میکنم که با این بخش مطلب برسونیم، اما ادامهشو در جلسه بعدمون بهتر میتونیم صحبت کنیم. ببینید شما اگر زمانو الان برداریم، زمانو برداریم، شما به من نگاه بکنید، منو میبینید؟ نه. منو نمیبینید. چی میبینید؟ من با گذشته خودم اینا رو همه رو منطبق میبینیم. زمان چیکار میکنه؟ زمان میاد بره این مکان رو مثل
چه کالباسپوری چیکار میکنه؟ جدا میکنه. شما این ثانیه با ثانیه قبل رو جدا میبینید، بر هم منطبق نیست. اما اگه زمان رو برداریم، الان من با دیروز، با پیروز، با غیره، با همینا میفته روی همدیگه. خب شما به من نگاه بکنید، امروز من، یک سال قبل، 10 سال قبل، 20 سال قبل، 30 سال قبل، 40 سال قبل، 50 سال قبل، نه اینا بر هم منطبق میشه. شما وقتی من نگاه میکنید میبینید که من چشمی دارم از اینجا اومده به اینجا، یه دهانی دارم اونطوری، یه پایی دارم یه شکلی، یه جا اصلا این شکلی نیست. چرا؟ چون از دوران از بعد به تولد، حالا جنینی شده برزم کنار، جنینی تا الانو شما رو هم منطبق میکنید که این چشمش یواشاش تغییر کرده اومده، خب و قدش بلند شده، اینا رو همه رو پیوسته میبینید، یه چشمی میبینید اینطوری. شاید بعضیا تو ارتباطشون موجود عجیب غریبی رو دیده باشن. چند نفر دیدن؟ خب بعد میگه که این موجود فضایی، بعدم از ارتباط میاد بیرون میگه که ما چه چیزای چرت و پرتی میبینیم، اینا به این بقیه چیزای خوب نشون میدن، به ما چیزای چرت و پرت نشون میدن، در حالی که یک مطلب مهمی رو به ما نشون دادن، ما نتونستیم جمع‌بندیش بکنیم. خب حالا بنابراین اگر به من نگاه بکنن، من این نیستم که، من اگر زمان باشه این شکلیم، اگه زمان نباشه یه شکل دیگری میشم، اگر مکان باشه این شکلیم، اگه مکان نباشه یه شکل دیگه، و همچنین زمان و مکان نباشه ماجراهای متفاوتی. خب حالا برمیگردیم عقبتر، من از مادرم جدا هستم. خب ببینید که برمیگردیم عقب، اونم اضافه شد و نسل قبل همینطوری همینطوری، یه دفعه آخری شکلی میمونه که بسیار بسیار عجیب غریبه. و بعد همین ماجراها که جمع میشه برمیگرده به عقب، این 7 میلیارد انسانه در واقع 10 سال پیش که 7 میلیارد نبوده، 100 سال پیش که 7 میلیارد نبوده، برمیگردن شاخه‌ای چی میشه؟ شاخه‌ای جمع میشه، بعد برمیگرده خلاصه یه جای رو کره زمین که این موجودات نبوده، این همه چیز نبوده، برمیگرده یک ریشه توی زمین پیدا میکنه. و بعد زمین بازم بریم عقب، یعنی اگر در لازمان نیا کنه، برمیگردیم زمین از خورشید جدا شده، برمیگردیم پس یه دفعه به خورشید وصل میشیم، بعد خورشید در به اصطلاح کهکشان راه شیری برمیگرده، خلاصه یک چیزی میمونه که یک درختی است. یعنی حالا برگردیم به ابتدا و چیزایی رو بخواد برگرده که لازمان نگاه بکنه چی میبینه؟ من جمع کردم که شما روش یه فکری بکنید تا اگر اشکالی داشت دفعه دیگه راجع به صحبت کنیم. خلاصه هستی درخته. چی؟ ببینید حالا آینده هم اونا که دیدن، آینده هم دیدن، اما ما که الان مثال زدیم از اینجا آینده رو ولش کن، اینجا به گذشته رو در واقع نگاه کردیم، اما اونا چی دیدن از اونجا؟ گفت به این درخت نزدیک نشو، این حلقه رو اصلا به صورت یک درخت مشاهده کردن. یعنی از لازمانی که به این مطلب نگاه کردن، این حلقه رو چی دیدن؟ دیدن که یک درخته، گفتن به این درخت درخت، پس درخت هستیه، به این درخت نزدیک نشو، که خب حالا به این دلیله که گفته میشه درخت. خب شب را چه گناه، حدیث ما بود دراز، همه رو به خدا میسپاریم. خیلی ممنون، خیلی متشکرم.